Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. یاران، مهرآمیزترین درودهای مرا بپذیرید. امروز شنبه ششم ماه جون سال 2015 میلادی برابر با 16 خرداد ماه 1394 خورشیدی است. من هما سرشار هستم و سرافراز خرسند که در بامداد این نخستین روز تعطیل آخر هفته از این ساعت تا ساعت 10 بامداد در 670 AM رادیو ایران همراه با فرشاد بلندیان، کارگردان فنی برنامه، با شما خواهیم بود. این برنامه برای علاقمندان خودش امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد تکرار خواهد شد و پس از آن روی سامانه شخصی من homasarshar.com آرشیو می شود که می توانید هر موقع دوست داشتین اونها رو گوش بدین. خیلی خوب، بفرمایید سر سفره صبحانه چای اولتون رو بریزید، نونتون رو بذارید تو توستر، بحث داغ و نان داغ و چای داغ داریم. خب، نگاهی سریع بندازیم به هفته‌ای که گذشت، ببینیم اخباری که رسانه‌ها برای ما پخش کردن و مهمترینش که در ذهنمون مونده کدامین بودند. نخست در آمریکا، در گذشت بو بایدن، پسر جوان 46 ساله جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا، در اثر ابتلا به سرطان مغز، یکی از خبرهای تأثیرباری بود که در موردش بسیار صحبت کردن. تصاویر معاون ریاست جمهور و غم سنگین از دست دادن این پسر جوانش موقعی که برای مراسم رسمی او رو برای نخستین بار دیدیم و حتی در لحظاتی گریه او امریکایی ها رو و هر انسانی که واقعا میبینه پدر یا مادری رو داغدار متاثر میکنه. در باز همین هفته‌ای که گذشت، زمین خوردن آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در سوئیس و هنگام دوچرخه سواری و شکستن استخوان رانش خبرساز بود در جریان مذاکرات آقای کری با آقای ظریف و او رو برای معالجه و عمل جراحی به بیمارستانی در بوستون منتقل کردن. پزشکی که قبلا روی او جراحی کرده بود این جراحی مجدد رو انجام داد و اعلام کرد که حال آقای جان کری خوبه و سخنگوی وزارت خارجه هم گفت علی‌رغم مصدوم شدن جان کری، او نقش کلیدی خودش رو همچنان ایفا خواهد کرد، احتمالاً با اسکایپ و اینها در جلسات حضور پیدا میکنه. خبر مهم دیگری که یکی دو روز گذشته اعلام شد اینکه به بسیاری از سیستم‌های کامپیوتری نهادهای مهم دولتی آمریکا هکرها حمله کردند و اعلام کردند که اطلاعات زیادی به سرقت رفته و مظنون هستند به شرکت کشور چین در این دسیسه و حالا دارن در این مورد تحقیق میکنند ببینن که چند ساله، قضیه به یک روز و دو روز نیست، میگوین چند ساله که این شنودهای مجازی و یا هک کردن کامپیوترها توسط کشور چین در جریان بوده. در داخل ایران، در سالگرد در گذشته آیت الله خمینی، موجبی بود برای گردهمایی سران جمهوری اسلامی و سخنرانی های متعددی که کردن و هر کدام از سخنرانی ها نوعی واکنش به وجود آورد. سخنرانی حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که گفت که انقلابی که آیت الله خمینی رهبری کرد عاری از هر گونه خشونت بود، سرسده فراوانی کرد و خود آقای هاشمی دلیل این عاری بودن از هر گونه خشونت رو پذیرش قطعنامه آتش‌بس ایران عراق اعلام کرد که بعدها گفتن که ایشون فراموش کرده که آیت الله خمینی در تمام طول مدت جنگ میگفت ما یک مقاومت 20 ساله در پیش داریم و جنگ تا آخرین قطره خون شهروندان ایرانی و سربازان باید ادامه پیدا بکنه. آیت الله خامنه‌ای هم سخنانی عنوان کرد و گفت روز پنجشنبه در مراسم درگذشت آیت الله خامنه‌ای و از ابتکار او در نامگذاری آمریکا به عنوان شیطان بزرگ ستایش کرد و خواستار ادامه این منطق شد. یعنی همچنان
آمریکا به عنوان شیطان بزرگ باید نام برده بشه. آقای روحانی رئیس جمهور اسلامی هم سخنرانی کرد و سخنانش توسط بسیاری از کسانی که در جلسه حاضر بودند و مخالف او قطع شد و با شعارهای مرگ بر آمریکا و منافق و از این حرفا اون صحبت سخنرانیش رو قطع کردن چندین بار، به طور که مجبور شد خواهش کنه که ساکت بشن تا بتونه حرفش رو بزنه. بسته شدن حساب کاربری آیت الله خمینی در اینستاگرام واکنش‌های متفاوتی را به وجود آورد در سایت‌های خبری ایران به مناسبت همین سالروز درگذشتش و برخی اون رو به فرارسیدن به این موجب سالگرد درگذشت خمینی پیوند زدن، و ولی خود کمپانی اینستاگرام اعلام کرد که به دلیل تهدید و آزار رساندن حساب کاربری مورد نظر به دیگران و حمایت از گروه‌های خشن این حساب بسته میشه. در کنگره آمریکا خانواده‌های شهروندان آمریکایی زندانی و مفقود الاثر در ایران در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور پیدا کردند و با اعضای این کمیته صحبت کردند. خانواده جیسون رضاییان، امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین دریایی آمریکا و کشیش سعید آبدینی و همینطور خانواده رابرت لوینسون که مفقود الاثر هست در ایران، هر کدام خواستن که زندگی این زندانیان و فرد مفقود الاثر در مذاکرات 5+1 و ایران حتما در نظر گرفته بشه. اعلام شد که روسیه ساخت دومین نیروگاه اتمی رو در ایران آغاز میکنه و قرار هستش که این نیروگاه در جنوب ایران باشه. انتخابات ترکیه که نزدیک همین یک دو روز آینده است، رجب طیب اردوغان زیر پوشش و انتقاد، پرسش و انتقاد فراوانی قرار گرفته. درست قبل از این قضیه هم یکی برای ساخت کاخ ریاست جمهوری در آنکارا که میگن بسیار ولخرجی کرده و بسیاری دارن ازش انتقاد میکنن که شیرها و یا دستشویی های طلا گذاشته و اینها، که اعلام کرده که افرادی که این اتهامات رو زدن رو سو خواهد کرد. و بعدم به خاطر حمایتی که از داعش در مقابل کوبانی ها انجام داده او رو مورد انتقاد قرار دادن، به خصوص گروه کرد ترکیه و این احزاب کرد که بسیار خوشبین هستن که در انتخابات اخیر بتونن اکثریت رو به دست بیارن. اعلام کردن که در صورت به دست آوردن اکثریت، خب تکلیفشون رو با آقای اردوغان یک میکنن و روشن میکنن. حملات و پیشروی‌های داعش وحشت بسیاری از سران کشورها رو در منطقه برانگیخته. گفته میشه که در موصل عراق سربازان عراقی پایگاه‌ها، لباس‌ها و اسلحه‌های خود رو رها میکنن و از مقابل دشمن میگریزند و فرار میکنن. خبر درگذشت طارق عزیز، یکی از مقام‌های ارشد دوره صدام حسین در سن 79 سالگی در زندان، از خبرهایی بود که هفته گذشته اعلام شد و او در سال 2009 به 15 سال زندان محکوم شده بود که خلاصه چند روز گذشته درگذشت. غرق شدن کشتی ستاره شرق چینی در رودخانه یانسته که 394 سرنشین اون کشته شدند و 46 تای اونها ناپدید هستند در اثر طوفانی که اتفاق افتاده در روز اول ماه جون، از خبرهای تأثیربار هفته گذشته بود و گفتن تنها 14 نفر از سرنشینان این کشتی که غالب اونها افراد مسن توریست بودند زنده موندند. در اثر ادامه تشنجات و اخبار فساد و رشوه‌خواری در فدراسیون بین المللی فوتبال، آقای سپ بلاتر بالاخره از سمت خود کناره گرفت و او که شدیداً برای انتخاب مجدد فعالیت کرده بود و انتخاب هم شد، نتوانست که در مقابل این همه اعتراضات مقاومت بکنه و از کرسی ریاست پایین اومد. قطر هم که در مزان اتهام پرداخت رشوه برای اجرای مسابقات جهانی فوتبال در سال 2020 شده بود، اعلام کرد که این انتخاب رو کنار میذاره و این میزبانی رو نخواهد داشت. اعلام کردن که یک آمریکایی به اسم جان پولسون، مالک یکی از بزرگترین صندوق‌های سرمایه گذاری آمریکا، مبلغ 400 میلیون دلار به دانشکده مهندسی دانشگاه هاروارد هدیه کرده و این بزرگترین رقم کمک مالی است که به این دانشگاه در تاریخ ساختش و وجودش و حضورش داده شده. و آقای جان پولسون اعلام کرده که موفقیت او در کارش رو
خودش رو مدیون آموزش هایی که در هاروارد دیده میدونه و باید بود که پاسخ این محبت رو و این امکانات رو که دانشگاه بهش داده یه جوری میداد. اگر که خبر داشته باشین، خانم جنیفر لوپز هم در مراکش کنسرت اجرا کرده و به علت نوع برگزاری کنسرت و لخ بودنش و اداهایی که روی صحنه درآورده، رسانه‌های کشور مراکش خواستار کنارگیری وزیر ارتباطات این کشور شدن که گویا او رو دعوت کرده بوده که کنسرت بده و خلاصه سرصدای بسیاری در آمده. در آزمایشگاه سرن مرز کشور سوئیس و فرانسه، یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین آزمایش‌های اخیر جهان انجام گرفت که این آزمایش در جهت شناخت ماهیت ماده تاریک انجام شده و در هفته صبح روز چهارشنبه این آزمایش انجام شد و با موفقیت به پایان رسید و دانشمندان موفق شدند که تصاویری از مدل‌های شبیه‌سازی شده کامپیوتری رو در این آزمایش منتشر بکنن و نشون بدن که ذرات بنیادی پروتون با انرژی بسیار زیاد با یکدیگر برخورد کردند و شرایطی رو که شرایط کیهانی بیش از 13 میلیارد سال پیش بوده تونستن بازسازی بکنن و این اتفاق بسیار بسیار مهمی بوده که در زمینه علم در سالهای اخیر انجام شده. خیلی خوب، بریم و برگردیم، در خدمت باشیم. طعم خوش غذاهای سرزمین هند را در رستوران سپای سفر در قلب بیورلی هیلز تجربه کنید. جشن ها و میهمانی های خود را در بنکویت سپای سفر برگزار کنید. سپای سفر بنکویت آماده پذیرایی تا 250 نفر و قبول هر نوع کیترینگ. تلفن 310-400-6800. دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی و شناخته شده اداره مهاجرت و دادگاه‌های مهاجرت آمریکا، با سابقه درخشان 23 ساله آماده حل مشکلات مهاجرتی شما. دکتر زهره میزراهی 310-843-9494. اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید. سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم. برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین و یا وبسایت meshkinmedical.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. If you're losing your hair, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website at meshkinmedical.com. اگر برای ایام دلپذیر بهاری و استفاده از تعطیلات تابستانی قصد سفر به شمال کالیفرنیا، ساکرامنتو، روزویل و شهرهای اطراف آن را دارید، هتل‌های 3 و 4 ستاره با تایید سازمان اتومبیل کلاب امریکا به همراه بازدید از شرابخانه‌های مشهور ناپاولی شما را در آرامش و آسایش پذیرایی می‌کنند. این هتل‌ها از مسئله محیط زیست و گرین انگیج نیز پشتیبانی می‌نمایند. تلفن تماس 916-644-3440 916-644-3440 داخلی 503. همچنین برای اطلاع از تورهای مسافرتی شرکت اینترنشنال سویت با ما تماس حاصل فرمایید. تلفن تماس 916-644-3440 916-644-3440 داخلی 503. قابل توجه شرکت‌های کیترینگ و برگزار کنندگان میهمانی‌های بزرگ. از این پس میوه‌های اگزاتیک خود را از رایت چویس پرودوس با قیمت‌های بسیار مناسب خریداری کنید. 818 956 5300.
خونه بهروزینا رو دیدی؟ بله. مبارکشون باشه. ولی از کجا پول آوردن؟ از آقای علی تهرانی، از الایت مورگیج. وا، فامیلشون یا دوست صمیمیشونه که یه همچین پولی رو بهشون داده؟ علی تهرانی متخصص دریافت وامای مسکونیه که 25 سال سابقه و تجربه داره که با یک وام FHA با پیشخست کم 3.5% صاحب خونه‌شون کرده. و ضمناً میدونی که ایشون یک پروگرام دارن که میتونن فقط با یک سال تکس ریتن وام بگیرن. در ضمن اینم میدونی که اگر کسی حدوداً 2000 دلار هر ماه اجاره بده که یک سالش میشه 24000 دلار و 10 سالش میشه 240000 دلار، چه پولی تو این 10 سال دور ریخته و هنوزم بعد از 10 سال خونه‌ای به نامش نیست، نه از مزایای مالیاتش استفاده کرده، نه از افزایش قیمت خونه و نه از اصل پولش کم شده. راستش به این فکر نکرده بودم. علی تهرانی، الاید مورگیج، 818-335-3385، 818-335-3385، NMLS 3296-11, DRE 00-893995. Radio Iran. Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran. بازتاب خبر. خب یاران، مستقیم میریم به برلین در آلمان و با بانو بیتا میلانیان صحبت میکنیم که به دلیلی در برلین حضور دارند و برای شرکت در یک کنفرانس بسیار با اهمیت به اسم آی بریج برلین 2015 که ازشون خواهش خواهیم کرد که در این زمینه با ما صحبت بکنن و اطلاعات و گزارش هایی به ما بدن. بیتا میلانیان، معاون ارشد بازاریابی، ارتباطات و گسترش رهبری جهانی کمپانی مشهور جنبند هست. او رو قبلاً به عنوان مدیر اجرایی بنیاد فرهنگ میشناختیم در فعالیت‌هایی که انجام میداد در شهر لس‌آنجلس و در طول زندگی حرفه‌ای و کاری خودش بسیاری از کارهای عامه منفعه هم از جمله عضویت پاکی، مؤسسه Persian American Cancer Institute و همینطور Women in the Channel و Iranian American Women Foundation رو داشته و به خاطر فعالیت‌های فوق‌العاده زیادی که در زمینه رهبری و همینطور کارهای فوق‌العاده تازه و ابداعی که انجام داده، جایزه معروف لیپستیک اوورد رو هم از طرف وومن این چنل گرفته و برای من باعث افتخاره که خانم بیتا میلانیان دعوت من قبول کردن که برای من و شما دوستان عزیز علاقمند از کنفرانس آی بریج 2015 با ما صحبت بکنه. خانم میلانیان، عصر شما در برلین بخیر. صبح شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر. شما همیشه من بسیار لطف زیاد دارین هما جون. خیلی ممنون از این معرفی بسیار طولانی. من امیدوارم که لایقش باشم، ولی جای همگی بسیار اینجا خالیه. ما با هم دیگه درست میشه گفت یک سال و یک ماه پیش بود دفعه قبل هم صحبت کردیم که من تازه رولم رو عوض کردم، از فرهنگ اومده بودم به جنبند و هیچ وقت اون روز فکر نمی کردم که 13 ماه بعد میام در یک همچین کنفرانسی که جوانای موفق و با استعداد و با هوش ایران درش هستن باشم و من بتونم در مورد کار جدیدم و تکنولوژی و بیزنس باشم، بتونم این هم کاری و هم یاری و هم صحبتی داشته باشم. چقدر جالبه. شنیدم که بسیار کنفرانس موفقی هم بوده. شما از در مورد اصلا این کنفرانس آی بریج با ما صحبت بکنید که این چگونه درست شده و هدفش در واقع چیه برای بین دانشمندان و جوانانی که روی کار اینترنتی و دنیای مجازی کار میکنن و یا اینی که کسانی که در این رشته ها فعالیت میکنن چگونه میخواد این پل رو در واقع به وجود بیاره. درست. آی بریج یا همون پلی که شما فرمودی یک پلی هستش از قسمت های تک و انترپرنورشیپ و هدفش دوستانی که در سیلیکون ولی اشخاص موفقی مثل کامان الهیان و خیلی دیگه که در شمال کالیفرنیا و یا جای دیگه آمریکا یا غرب دنیا هستن به فکر افتادن که چطور میتونن بدون هیچ نوع رابطه‌ای به مسائل سیاسی بتونن با جوونا و بیزنس‌های داخل ایران یک رابطه یا این پل رو به وجود بیارن که بتونن با هم دیگه هم فکری کرده باشن، هم به اونها کمک‌های از نظر اینکه چطوری بتونن بیزنس هاشون رو موفق‌تر باشن درش و ایده هاشون رو با هم دیگه اکسچنج بکنن. یک به قول من یک اکسچنج پروگرام هست بین این دو گروه و
این برای اولین بار اگه درست بگم سپتامبر گذشته در با همکاری یوسی برکلی برنامه شروع شد. بله. همونجا انقدر طرفداران و متقاضیان زیادتر شدن که تصمیم گرفتن که این برنامه رو در اروپا یا همونجا در شهر برلین که به نام شناخته شده به عنوان یک از شهرهایی هست برای آنترپرنورشیپ و شرکت‌های استارتاپ اینجا مرکزیت داره برای در اروپا، تصمیم گرفتن که این برنامه رو به اینجا بیارن که بچه‌های جوان، دوستان جوان در از ایران بتونن راحت‌تر شرکت کنن در این برنامه که بسیار موفق بوده و حدود بیش از 1000 نفر اینجا هستن، بیشتر از ایران و شهرهای دیگه هم در اروپا و به خصوص خیلی هم که از آمریکا اومدن. چه جالب. چند روز بود این کنفرانس؟ چند روز است خانم میلانی؟ امروز آخرش از دو چهارشنبه شروع شد، پنج شنبه، جمعه، شنبه، چهارم جون تا به امروز تا لحظات دیگه هم به قول معروف کلوزینگ سرمونی هستش که برنامه آینده آی بریجز رو اعلان خواهند کرد که کجا و چی و کی خواهد بود و چطوری ادامه خواهد یا و چه کمک‌هایی لازم دارن که این برنامه رو که واقعا فکر می‌کنم اصلا فکر نمی‌شده که به این سریعی رشد پیدا کنه ادامه خواهند داد. و بله سال گذشته که در برکلی بود من رفتم به این کنفرانس و حدودا تقریبا فکر میکنم 300 خورده شرکت کرده بودم و الان به 1000 نفر رسیده در دومین سالش، حتما که یک برنامه موفقی چون هدف درستی داره. درسته، همینطور هم در نظر داشته باشیم که خب مخارج زیاد هست برای سفر به اینجا از ایران و اینکه این دوستان زحمت کشیدن و این وقت رو گذاشتن که بیان نشون میده که چقدر احتیاج هست به یک همچین همکاری و واقعا از همه صنعت‌های مختلف و از همه دانشجوها با رشته‌های مختلف اینجا می‌بینیم، فقط های تک نیست، برای اینکه همه می‌دونیم که های تک و تکنولوژی هست که به همه صنعت‌های دیگه کمک می‌کنه و می‌تونه اونا رو سریع‌تر به پیش ببره. خاطر همین خیلی جالب هست که دوستان مختلف رو می‌بینیم با اینترست های مختلف همه اینجا هستن و دارن سوال های بسیار میکنن و خیلی انرژی بسیار مثبت و خوبی هست. در واقع یه شبکه ارتباطی هم خواهد شد بین این افرادی که اونجا هستن. خانم بیتا میلانیان شما من که من یه چیز جالب دیگه بخشی میانه کلامتون، تمام دانشجوهای دانشگاه‌های اینجا به طور داوطلبانه اینجا همه تیشرت های آیبروج پوشیدن و دارن دلسوزانه کمک میکنن. خیلی هم اونا براشون جالبه که این اشخاص مختلف موفق اومدن اینجا دارن با این مسئله پیشگام شدن که دارن انجام میدن. واقعا اونم باز از یه انرژی خوب دیگه از اون بچه ها میدیده که هستن که دارن زحمت میکشن. چه عالی. صحبت از این هستش که بچه های جوان ایران از نظر تکنولوژی و از نظر کاربرد کامپیوتر، اینترنت و رسانه های اجتماعی مثل سوشال میدیا اینا واقعا خیلی پیشرفته هستن و حتی شنیدم در یک از سخنرانان که ایرانی هم نبوده و سی ای او یک کمپانی بزرگ بوده اعلام کرده که استارتاپ هایی که در ایران شروع شده توسط این بچه های جوان بدون هیچ پشتیبانی دولتی، فقط خودشون با کوشش خودشون، خیلی زیاد قابل اهمیته و باید بهشون کمک بشه چون خودشون از نظر مالی واقعا توانیشو ندارن که بتونن اینا را بندازن. در این مورد چی شنیدید شما خانم بیلانه؟ همینطور هستش. میدونین که R&D یا Research and Development بیشتر شرکت‌های بزرگ آمریکایی که نظر IT یا Information Technology بیشتر از در آوتسورس میشه یا فرستاده میشه به خارج از کشورهای غربی، به خصوص در آمریکا فرستاده میشه اول به چین، بعد به هند، بعد به الان به ترکیه. شرکت ما خود ما بیشتر کارامون آوتسورسمون بیشتر به هند و ترکیه هستش. بله. ولی من مطمئنم روزی که این سانکشن ها ایشالله برگشته بشه، فکر میکنم یکی از کشورهایی که بتونه تمام این سکتر R&D و تحقیقات تکنولوژی برخلاف میشه، تحقیقات و به وجود آوردن تکنولوژی جدید رو من مطمئنن میبینم که در ایران یکی از اون کشورهایی خواهد بود که همه به توش خواهند رفت. ولی خب الان یه محدودیت هایی که وجود داره باعث میشه که اون خلاقیت ها یه حدودی میتونه بره جلو و وقتی که کسی نباشه که بخواد از اونا استفاده ببره، چه به خصوص در نظر بیزنسی و از اونا استفاده بشه، فروخته بشه به جاهای دیگه، کشورهای دیگه، شرکت‌های دیگه، خب تا یه حدودی میتونه جلو بره. بنابراین خیلی مهمه که اینا برداشته بشه، این صدهایی که در حال را وجود داره در حال حاضر. ولی خب یه مؤسسه مثل آی بریجز این داره کمک داره میکنه که به قول معروف اون اشخاصی که تصمیم گیرنده هستن الان خواهند دید که چه موقعیتی هست و چه موقعیت بزرگتر از اون چیزی که شاید فکر کردن وجود داره برای این کار. بنابراین موضوعم که یه پل که بین این دو
گروه به وجود اومده در ضمن یه راه بازی هم باشه برای اون هدف بزرگ آینده. شما خودتون در چه پنل شرکت کردید و راجبی چی صحبت کردین خانم بیتا میلانیان؟ من همون در مورد نرم افزارهای کامیونیکیشن و همین که چطور میشه نرم افزارها کمک بکنه به کامیونیکیشن یا تلکامیونیکیشن هر روز ما و آیندهش چطور هست و چطوری میشه اینها رو استفاده کرد در مورد سوشال کامیونیکیشن، چطوری میتونیم این تکنولوژی رو استفاده کنیم برای بهتر کردن دنیا، برای انظر ایژوکیشن، هلپ کیر و خیلی کارهای دیگه که میتونه آدم از طریق تکنولوژی به خصوص به کشورهای جهان سوم و یا مناطقی که احتیاج به تکنولوژی دارن چطوری میشه کمک کرد، که درست همون کاری که من در شرکت جنبن انجام میدیم کمپانیمون. خیلی خوشحالم که اونا این فرصت رو من دادن که بیام و به نمایندگی کمپانی در صورتی که هیچ نوع منفعت پولی نداره برای کمپانی من، اینجا بیزنس نتورکینگ اونچنانی انجام نمیدم، ولی اینکه بتونیم بیان کمک کرده باشیم برای همچین اتفاقی خیلی جای تشکر داره. در ضمنم اینجا باید بگم که ایرانین امریکن وومن فاوندیشن خانم مریم خسروانی خیلی رول بزرگی داشتن که بانوان رو اینجا دعوت کنن به عنوان سخنگو و یه گروه بزرگی هم از IAW اینجا هستن و مریم جون بودن که من 3 هفته پیش زنگ زدن گفتن میتونی بدی، من گفتم اصلا امکان نداره، بعد گوشی گذاشتم و گفتم چرا که نه، سعی کن انجامش بدی و بری و از این فرصت استفاده کنی که تونستم اینجا باشم. چقدر عالی مریم خسروانی. تعداد بانوان زیاد اینجا میبینیم، اکچولی خیلی خوشحالم که میبینم که خانم زیاد اینجا هست، بیشتر این خودش باعث بسیار اندستری های تک و بیزنس کمتر بانوان رو میبینیم، ولی خیلی خوشحالم که اینجا میبینم درصد بسیار زیادی از بانوان اینجا هست. بله، و دختر خانمای جوانی که در ایران کارهای استارتاپ کردند کاراشون واقعا خیلی قابل توجهه و با این هوش سرشاری که جوانان ایرانی دارن براشون آرزوی موفقیت میکنیم در جهان گسترده اینترنتی و مجازی. و همینطور برای شما خانم بیتا میلانیان سپاسگزارم که وقت گذاشتین، از کنفرانس بیرون اومدین که به ما یه گزارش بدید. سلام ما رو به همه دوستانی که اونجا هستن و آرزوی موفقیت بیشتر رو براشون از جانب ما داشته باشین. دیگه به امید دیدار شما در لس آنجلس. مرسی، بازم سپاس فراوان، روز خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. خانم بیتا میلانیان در برلین آلمان. سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید. برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137. مژده به ساکنان سنت انا و گلندل، شعبات جدید پنینی کافه در شهر گلندل و سنت انا افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی ارگانیک پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، وست هالیوود، داونتاون لس آنجلس، وستوود ویلیج، وودلند هیلز، نیوپورت بیچ، ایروین، آلیسو ویهو و گلندل و سانتا آنا. mypaninicafe.com. قابل توجه آرایشگران، سالن‌های زیبایی مردانه و زنانه، کلیه فروشندگان و مصرف کنندگان لوازم، محصولات آرایشی و بهداشتی مو و صورت. شعبه جدید آتری بیوتی، بزرگترین پخش کننده محصولات آرایشی بهداشتی در قلب ولی افتتاح شد. آتری بیوتی با بیش از 20 سال سابقه همواره مفتخر به عرضه گلچینی از کالاهای آرایشی و بهداشتی به صورت عمده و جزئی با قیمت‌های باور نکردنی است. آتری بیوتی 818 372 62 15 213 استریت شهر ون نایس.
آقای مهندس چی شده؟ خدا بد نده. متاسفانه به قدری ساده بودم که برای ایمپلن نرفتم پیش این متخصص و خیلی اذیت شدم. ایمپلن نگرفت، مجبور شدم کلی هزینه و ناراحتی اضافه تحمل کنم. گرفتاری ادامه داره و هنوز دندونی که باید باشه نیست. ایمپلنت بدون متخصص؟ آخه آقای مهندس شما خودتون ساختمونتون رو میدین به یه آدم ناآگاه درست کنه؟ هر کاری یه تخصصی داره. آره الان متوجه شدم. البته به سختی. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725 و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما. Get social with 670 AM KIRN. We'd like to hear from you. Join us on social media. Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube. Click on them and join us. Get social with 670 AM KIRN. You are listening to INN. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیلی لس آنجلس. در خدمت خلق، برنامه از داریوش اقبالی. خب دوستان عزیز، در این بخش از برنامه مهمان بسیار گرامی و عزیزی دارم، خانم پروین معتمد امینی که دارای فوق لیسانس در رشته روانشناسی هستند و ایشون از افرادی هستند که با سمت رئیس هنرستان دخترانه ارت در ایران از سال 1959 تا به امروز فعالیت‌های فوق‌العاده زیادی در جهت تعلیم و تربیت بسیاری از دانشجویان و تحصیل کردگان هنرستان ارت در ایران داشتند. ایشون در طی این سال‌ها با سفرهای متعددی که به اروپا و آمریکا کردن و رشته مدیریت مدارس فنی رو با موفقیت گذروندند، به عنوان اولین رئیس ایرانی ریاست کل سازمان ارت و مدارس ارت رو به عهده گرفتند و از آن زمان تا به امروز ایشون همچنان در پست‌ها و مقام‌های فوق‌العاده با اهمیتی قرار دارن، به طوری که در سال 1983 که ارت جهانی تصمیم گرفت که مدارس ارت رو در امریکا بنیان‌گذاری و توسعه بکنه، از خانم پروین معتمد امینی دعوت کردند که برای توسعه و تأسیس این مدارس به امریکا بیان و ایشون این دعوت رو پذیرفتن و به عنوان Director of World Art for Operations in the United States شروع به کار کردن و کالج فنی ارت نیویورک رو توسعه دادن و انستیتوی فنی ارت شیکاگو رو بنیان گذاشتن که سالیانه متجاوز از 4000 دانشجو رو تربیت میکنن. خانم پروین معتمد با سمت ریاست ارت جهانی برای برنامه‌های فرهنگی ارت در سراسر آمریکا بسیار اثرات ثمربخشی رو در این کشور و سابقا هم کمتر که گفتم در ایران انجام دادن که باعث افتخار هست یک بانو از جامعه ایرانی این چنین موفق و اثرگذار بوده در بخش آموزش جوانان ایرانی. حالا قرار هستش که در روز معذرت میخوام از ایشون یک بزرگداشتی به عمل بیاد و قدردانی بشه در شهر لس آنجلس و به همین مناسبت از ایشون دعوت کردم که مهمان نازنین من باشن و با محبت فراوان قبول کردن که باشون گفتگوی داشته باشیم. خانم معتمد روز شما بخیر. روز شما بخیر و سلام میکنم به شنونده های محترمتون. سلام بر شما، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. از فلوریدا با خانم معتمد صحبت میکنیم، ایشون با ما صحبت میکنن و به زودی به شهر لس آنجلس میان برای این برنامه بزرگداشتی که از ایشون هست در روز دهم ماه جون و واقعا فعالیت دوستانی که میخوان قدر این زحمات شما رو بدونند و در جهت بزرگداشت شما
گام برداشتن بسیار ستودنیه، به دلیل این همه سالهایی که شما به جوانان در سراسر جهان، چه در ایران در گذشته و اکنون در جوانانی که در آمریکا هستن، انجام دادین. و از این بابت دلم خواست که کمی با دوستان ما در مورد فعالیت‌های خودتون صحبت بکنید که چگونه شد که اصلا به این کار پرداختید خانم معتمد. اشکم که من سال هاست که با مؤسسه اوت که یک مؤسسه جهانی هست و تقریبا همه گی میشناسنش همکاری میکنم. سالهای زیاده، از سال 1956 من به عنوان معلم مدرسه اوت دخترانه ایران شروع به کار کردم و بعد در سال 1960 مدیر مدرسه دخترانه اوت شدم و بعد از اون بلافاصله من شروع کردم به توسعه مدرسه دخترانه و کمک کردم به پسرانه و در سال 1960 در مدرسه پسرانه هم یک کمک میکردم از لحاظ اینی که برنامه هاشون بهتر بشه و امکاناتشون وسیع تر بشه. در سال 1970 من به عنوان معاون کل مدارس اوت ایران و در سال 72 به عنوان ریاست کل تمام مدارس اوت ایران انتخاب شدند که برای اولین بار بود که به یک ایرانی این مقام رو میدادن. همطور که میدونید رؤسای کل مدارس اوت از خارج از ایران در ژنو انتخاب می شدن. برای مدت محدودی می آمدن. و من اولین ایرانی بودم که این افتخار داشتم که این سمت رو به من دادن و از اون مهمتر اولین زنی بودم که در تاریخ اوت ریاست کل یک مملکت رو اعزاز اوت دادن و تا حالا هم تقریبا دیگر نشنیدم که خانم دیگری این پوزیشن رو در دنیا داشته باشه. چه باعث افتخار آغاز 60مین سال یا 6مین دهه خدمت شماست به این مؤسسه جهانی که در جهت پرورش و آموزش جوانان در سراسر دنیا گام برداشته و یکی از مهمترین پست ها رو در کشور ایران و همچنین الان در خود آمریکا به عهده شما گذاشتم و این نشان از شایستگی شما داره خانم پروین معتمد و از اینی که همچنان با همون انرژی و با همون کوشش و فعالیتی که طی این سالهای گذشته کار میکردید به فعالیتتون ادامه میدید و همچنان اورت رو به پیش میبرید برای هدفی که داره. به نظر شما اگر که بخوایم یه رقم خیلی سرانگشتی بدیم، طی این سالهایی که اورت مؤسسه یا مدارس اورت آغاز به کار کرده چند دانشجو رو به جهان تحویل داده در واقع با فعالیت هایی که انجام داده؟ اگر بخواید که کل فارغ التحصیلان اورت رو بگم به شما، بالای 3 میلیون دانشجو حالا از اورت فارغ التحصیل شدن و یک ریت خیلی بالایی در پیدا کردن کار و شغل دارن که 90% که بی نظیره. این برای کل قرصه. قرصه ایران سالیانه حدود از ابتدا 500 نفر و بعدا به 1200 نفر دانشجو رسیده بود و مدت 25 سالی این عده فارغ التحصیل می شدن. اینجا در اورت امریکا که من شروع به کار کردم در سال 1983 تقریبا برنامه خیلی کوچکی 40 نفر دانشجو داشت. بله. و بعدن به تعداد 7000 دانشجو در سال رسید و فقط اورت لس آنجلس دیروز به من آمارشو دادن 35000 فارغ التحصیل داشت. به به. اینا همه از نتایج و دستاوردهای فعالیت فوق‌العاده زیاد شما و البته همکارانتون هست و به همین دلیلم هست که با افتخار اعضای انجمن اورت ایران در بخش
بیورلی هیلز، بیورلی وست چپتر اورت و همچنین خود نهاد اورت آمریکا و فارغ التحصیلان اورت همگی به اتفاق دست جمعی دارن روز 10 جون به نکوداش و بزرگداشت شما خانم پروین معتمدی میپردازن که دستاورد 6 دهه فعالیت پربار شما رو قدر بذارن و واقعا جا داره که از این گروهی که این برنامه رو گذاشتن هم تشکر کرد، به دلیل اینکه همیشه در سنت ما ایرانی ها نیست که افراد تا موقعی که در قید حیات هستند قدردانی بشه از کارشون و این چقدر کار زیبایی است که انجام دادن و امیدوارم کسانی که صدای ما رو میشنون الان و از اینی که یا منصوبینشون یا فرزندانشون یا خودشون به اورت رفتن در این گرد همایی که قرار هست روز 10 جون در تمپل امانوئل واقع در برتون وی برگزار بشه به دیدار شما بیان ساعت 7 بعد از ظهر و حضور داشته باشن در این جلسه. با اجازتون من اعلام بکنم اگه کسانی علاقمندن اطلاعات بیشتری بگیرن میتونن با خانم معنوی با شماره 310-472-65-35 خانم فروغ معنوی 310-472-65-35 یا با دفتر اورت غرب ساحل غرب آمریکا 323-966-2099 تماس بگیرن، 92-323-966-2092 و به دیدار این بانوی بالنده ایرانی که همچنان در مقام خودشون و در پایگاه خودشون برای فعالیت هاشون تقدم قائلن نسبت به سایر فعالیت های دیگه میکنن برای فعالیت های اورت به دیدارشون بیان و به بزرگداشت و نکوداشتشون بنشینن. خانم معتمد متشکرم، بیان دوست ممنونم از لطفتون. همطوری که فرمودید واقعا اگر من موفقیتی داشتم قسمت اساسیشو مدیون همکارانم میدونم که با کمال میل و محبت در تمام این سالها چه در ایران چه در اروپا و چه در آمریکا که من مسئولیت های مهمی دوحده داشتم با من همکاری کردن و واقعا بارو از دوش من برداشتم. از اون بهتر دانشجویان من بودن، همین عده‌ای که الان فارغ التحصیل هستن و لطف کردن و کمک کردن و این برنامه رو با همتشون برقرار کردن، خودشون بسیار بسیار در موفقیت من سهیم بودن، برای اینکه همیشه همکاریشون رو داشتم و اصلا با دانشجو با هم بزرگ شدیم، با هم رشد کردیم، من از اونا یاد گرفتم، اونا از من یاد گرفتن و واقعا رابطه‌ای که با اونها رو دارم رو بسیار بسیار قدر میذارم. چقدر سپاسگزارم ازتون، یک بانوی معلم، یک بانوی آموزگار و یک استاد که برای بسیاری از ایرانیان رول مدل و در واقع نماد زیبایی از خدمت به خلق هست. با آرزوی دیدار شما در شهر لس‌آنجلس روز 10 ماه جون خانم پروین معتمد امینی سپاسگزار هستم از شما و روز خوبی براتون در میامی آرزو میکنم. سپاسگزارم از دعوت شما و با امید دیدار. با امید دیدارت. خیلی سپاسگزارم. تحولی نوین در دنیای پزشکی در مطب دکتر سام ابراهیمی تنها در چند هفته و طی چند جلسه کوتاه مدت با نصب یک وسیله بسیار کوچک بر روی بدن بدون جراحی، تزریق یا برش، شما می توانید هر گونه درد مزمن را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهید. این دستگاه با فرستادن پیام‌های به مغز باعث ترشح مواد و هورمون‌های ضد درد از ناحیه نخاع میشه که با ارسال اون به تمام نقاط بدن از طریق گردش خون باعث کاهش درد میشه. به گفته دکتر سام ابراهیمی این وسیله آرزوی جانبی ندارد و بر دردهای گوناگون تأثیر مثبت دارد. همه نوع دردها، دردهای عصبی، عضلانی، ماهیچه‌ای، دیسک کمر یا گردن، آرتروز، دردهای عروقی، سردردهای مزمن مثل میگرن و حتی دردهای سرطانی. این وسیله مورد تایید اداره بهداشت آمریکا FDA قرار دارد و هزینه آن از طریق مدیکر قابل پوشش است. مطب دکتر سام ابراهیمی در انسینو 818-900-2700 900-2700.
فرصت را از دست ندهید. به مناسبت افتتاحیه فروشگاه روشیراک تا 25% تخفیف بگیرید. فرش، آنتیک، کادوی جواهر، برنز، کریستال، نقره، تابلوهای نقاشی، صنایع دستی ایران و اروپا، فرش‌ها و تابلو فرش‌های اعلای گل ابریشم تبریز و نائین، فرش‌های قدیمی و مدرن، فرش‌های پاکستانی، چینی و هندی. خرید، فروش، تعویض و امانت فروشی. با هر بودجه‌ای می‌توانید از روشیراک خرید کنید. از $10 تا $50,000. فرش‌های شما با بالاترین قیمت خریداری شده و سرویس کارشناسی بیمه رایگان ارائه می‌شود. فراموش نکنید شستشوی فرش، رنگ برداری و رافوگری 50% تخفیف دارد. نشانی 18851 ونچورا بولوارد، نبش ویلبر. تلفن 818-612-2924 818-612-2924 با مدیریت اشکان صبحانی. روشیراگ، عضو 08 ایرانیان. برای آگاهی از بالاترین دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه در اثر اتفاقاتی که به منزل شما آسیب وارد کرده و آشنایی با حقوقتان در قبال پرونده‌های دارویی، همین پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به صحبت‌های وکلای برجسته فرشید عبیر و الکس کوهن توجه فرمایید. دنیا در آغوش ما یک قطره از یک دریایی، دنیا خسته ای ما فقط آرامش هنرمند هرگز نمی میرد. پس از 3 سال هنوز دوری طوفان در باور ما نیست. یک شنبه 7 جون عاشقان طوفان به همراه ارکستر او بر مزارش آهنگهای طوفان را سر می دهند تا صدای بی صدای او شود، صدایی که به گوش خدای آسمان ها برسد. یک شنبه 7 جون ساعت 3 بعد از ظهر در میادگاه عاشقان طوفان، Pierce Brothers, Westlake Village. برای گرفتن بالاترین حقوق و مزایای دولتی SSI، بیمه‌های مدیکال، مدیکر، حقوق بازنشستگی و کلیه امور مهاجرتی با دفتر مهوش مازگانی تماس بگیرید. 310-273-5228. در نهمین کنفرانس National Alliance on Mental Illness West LA، شما و عزیزانتان میتوانید در مورد آخرین پیشرفت‌های علمی در مورد بیماری‌های روانی و درمان آن بیاموزید. این سمینار یک روزه روز یکشنبه 21 جون در تمپل بیت ام به زبان انگلیسی و به صورت رایگان برگزار می شود. ضمناً به مناسبت روز پدر سورپرایزی برای پدران ارجمند در نظر گرفته شده است. 310-625-2600 فریبا رویزاده. 670 AM لس آنجلس. صدای شعر امروز با دکتر ماندانا زنگیان. کلمات زندند، نفس می کشند، خواب می بینند، عشق می ورزند و مثل درد در کمرگاه مرگ می پیچند و جان می دهند و شعر می شوند و می مانند. ما تنها نیستیم، پرندگانی سرگردانیم که از خواب کلمات نمی پریم. میهمان این هفته برنامه صدای شعر امروز، میزبان همه ما، روزنامه نگار، برنامه ساز رادیو و تلویزیون، آموزگار، دوست و مادر، خانم هما سرشار است. صبح شما بخیر خانم سرشار عزیز، به برنامه خودتون خوش آمدید. صبح شما بخیر خانم دکتر ماندانا زندیان عزیز، دختر خوب من.
خانم سرشار، همونطور که کم و بیش در جریان هستید، من خواهش کردم از شما در برنامه حضور داشته باشید. حالا پیش از این که درباره‌اش صحبت کنیم، من اول یک خواهش میکنم به رسم برنامه صدای شعر امروز، اگر ممکنه برای ما شما یک قطعه شعر کوتاه یا بلند، هر طور دوست دارید بخونید، شنوندگان ما رو مهمان صدای عزیزتون بکنید تا بعد کمی در خدمتون باشم. حتما، و دوست دارم که به مناسبت همین برنامه امروز یه شعر از خود شما بخونم، خانم دکتر زندیان. یه شعری که در واقع حس من رو در مورد آنچه که شما بعداً خواهید گفت بیشتر نشون خواهد داد. به نام میلاد. خواهش میکنم. حقیقت دارد که تو میتوانی با دستهای من ستار قلمو را بنوازی و نوت‌های رنگ پریده را فیروزه‌ای کنی. باید بسیار زیسته باشی که این همه از آسمان آکنده ای. حقیقت دارد که من میتوانم با شعرهای تو با باران مشاعره کنم و بند نیایم. باید بسیار گریسته باشم که این همه در واژه های تو بوته برم. تا من بنفشه ها را میان شبهای زمستان قسمت کنم، تو یک خوش انگور به صدایت تعارف کن، خطی از شعرهایت را که بخوانی سال تحلیل می شود. حقیقت دارد که در حضور تو بودن همیشه از نبودن زیباتر است. ماندان زندیان. یک دنیا سپاسگزارم ازتون، منو شرمنده کردید. خانم سرشار عزیز، همونطوری که برای شما کمی مختصر گفتم، من در این برنامه ضمن سپاسگزاری قدرشناسی از امکان و فرصتی که شما واقعا به شعر امروز ایران دادید در طی یک سال و نیمه گذشته، و تشکر از آقای فرشاد بلندیان عزیز که بهترین همراه برنامه بودن با انتخاب‌های خوب موسیقیشون، با بردباریشون با من و برنامه‌هایی که با هم ساختیم. من شاید برای مدتی، نمیدونم چقدر باشه زمانش، از شنوندگان و از شما خداحافظی می‌کنم. بیشتر، یعنی در واقع فقط و فقط به دلیل حجم و سنگینی کارهای زیادی که دارم، از جمله کار بیمارستانم، واقعا امکان ادامه دادنش رو الان ندارم برنامه رو، با اینکه میدونم به نظر دیگران میاد که خب دو هفته یک باره و شاید کمی حدود 15 دقیقه برنامه، ولی باور بفرمایید که من به خاطر اینکه دوست دارم شعر جوانان به خصوص داخل ایران رو معرفی کنم، باید کتاب‌های بسیاری بخونم، وقت بذارم، با دوستان مصاحبه ضبط کنم، ولی خوشحالم، سپاسگزارم از امکانی که به من دادید. امیدوارم که در هر فرصتی که برای من ممکن بشه بتونم، اگر اجازه بدید، باز هم در خدمتتون باشم. نخست اینکه این برنامه صبحانه با هما سرشار خونه خود شماست. از اولین باری که برنامه قبلی رو شروع کردیم در 670، شما با محبت فراوان همراه ما بودید خانم دکتر زندیان، و یکی از پرطرفدارترین بخش‌های برنامه را اجرا می‌کردید. بسیاری از شنوندگان برنامه حتی با شما با شعر آشنا شدند، با شعر آشتی کردند، و جوانانی که معرفی کردید برای بسیارانی از شنوندگان ما فرصت مختنمی بود برای اینکه این کار رو بکنم. میدونم که چقدر با دقت، با وسواس، با سازماندهی این برنامه 15 دقیقه دو هفته یک بار رو شما درست میکردید، تحویل شنوندگان میدادید، و به همین دلیل از پرکاری موقع که میگید میفهمم، و در حالی که بسیار غمگینم که دو هفته یک بار شما رو حداقل این فرصتی بود که میدیدم نخواهم دید، ولی میدونم که در اولین فرصتی که کارهای جاری که در دست دارید به پایان برسه، باز هم به خونه خودتون برخواهید گشت و این برنامه رو ادامه خواهید داد، و فقط آرزو میکنم که در پژوهش‌ها و تحقیقاتی که در بیمارستان سیدر ساینای دارید انجام میدید موفق باشید. میدونم پژوهش بسیار ارزنده‌ای دارید انجام میدید و وقت زیادی از شما میگیره. در کار نوشتن کتاب بیوگرافی دکتر احسان، پروفسور احسان یارشاطر، که خداوند عمرشون رو دراز کنه، مشغولید. برای اون هم آرزوی موفقیت میکنم. فرزند برومندتون رو دست تنها همراه با همسر گرامیتون دکتر مجید زندیان دارین کوشش میکنین که واقعا به بهترین وجه بزرگش کنید. اینا همه وظایفی است که شما در نهایت شایستگی دارید انجام میدید، و میدونم که چقدر کار دارید، و با وجود این، از اینکه وقت به ما میدادید و میومدید و این افتخار همکاری رو باتون داشتیم، خیلی خوشحالم حالا با شما صحبت میکنم که اگه دوست داشته باشین و اجازه بدین
چون برنامه هاتون فوق العاده مورد توجه بوده، شاید که یک مدتی بخشی از این برنامه های گذشته رو ما از نو برای شنوندگان تکرار بکنیم تا شاید این امید رو داشته باشیم که صدای شما که همیشه از رادیو پخش بشه و خودتون هم فرصت اینو داشته باشید که از نو مجددا بعد از اینکه یکم کاراتون سبک‌تر شد به ما بپیوندید از نو. خواهش میکنم خانم سرشار، شما که میزبان اصلی این برنامه هستید، صاحب اختیارید، هر کاری که دوست دارید انجام بدید. مطمئنم دوستان ما در گوشه و کنار جهان هم خوشحال میشن که برنامهشون دوباره پخشه. یکی از خوشحالی های من این هست که ما تونستیم صدای شاعران جوان رو که حقیقتاً رسانه‌ای در اختیار ندارن، چه در داخل ایران که طبیعتاً رسانه فقط در دست دولتی هاست و متاسفانه حتی در بیرون از ایران هم رسانه ها محدودن به کسانی که هم فکرن باهاشون، ما واقعاً به لطف شما تونستیم یک تریبونی داشته باشیم برای کسانی که هیچ جایی نداشتن که صداشون پخشه، صدای شعرشون پخشه. و من وظیفه دارم از شنوندگان برنامه هم سپاسگزاری کنم که اینقدر همراه ما بودن، ایمیل هایی که به من میزدن. باور بفرمایید بعضی وقتا من هنوز از رادیو به خونه نرسیده بودم، در راه ایمیل و تکست و تلفن رو میگرفتم و خیلی خیلی ممنونم. حتی همین دو روز پیش از نمایشگاه کتاب تهران برای من چند جلد کتاب شعر فرستادن که معرفیشه. حالا اگر فرصتی باشه من یکی دو تا شعر کوتاه از همین دوستان جوان میخونم. از آقای داریوش معمار کتابی به دست من رسیده، تازه چاپ شده، با نام کتاب بیهودگی. آقای داریوش معمار نوشتن: میگذرم از معنای شب، با نام کوچک تو سرزمین وسیعی میسازم که در آن موج میزند دریا. هیچ درختی از اندوه نیست، مادیان ها مانند رودخانه در آن جاری اند. عیب نیست خوشبختی، عیب نیست اینکه روزنه کوچکی از امیدواری برابر این دشت برهنه بکشاییم. و یک شعر کوتاه دیگه از آقای رضا حیرانی، باز هم کتابشون تازه به دست من رسیده. مرا به پوست خودت کفن بپوشان، وقتی عقیق زیر زبانم مردمکی از توست. وقتی به زیر ترمه اندامت با یزید تنم خفته است. و با اجازه شما من برنامه رو میبندم با یک شعر کوتاه از خودم. خداحافظی میکنم از شما، از آقای فرشاد بلندیان، از شنوندگان خوب صدای شعر امروز. باران شبیه تو مینویسد، راه میرود روی سایه ها و ماه روشن میشود میان کوچ درناها، سبک مثل حلقه های آب که پخش میشود لابلای سطرهایی که دورترین خواب سنگ را گل می کند. درخت روح زمین است و شعر بلندترین سکوت انسان و دستهای تو مسیری که خاک را ذره ذره در نور می کارد. سپاسگزارم خانم دکتر ماندانا زندیان برای این همه همکاری پر از مهر و زیبا. با شما خدافظی نمی کنم، میگم با امید دیدار. بله، و شنوندگان رو این نوید رو بهشون میدم که همچنان گاهی برنامه های شما رو، برنامه های گذشتتون رو تکرار بکنم تا خودتون دو مرتبه به خونه خودتون برگردید. مایه سربلندی من خواهد بود. سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. خانم دکتر ماندانا زندیان. تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟ نه، این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم. تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده. او تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی‌های اتومبیل رو قانوناً مجبور کنی ماشین رو تو ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟ چطور؟ با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه. مثل کی؟ پیام شاهیان.
پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز، آماده پیگیری مشکل تکراری اتومبیل شما و دفاع از حق قانونیتان است. قانون لمن لا در مورد اتومبیل‌هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می‌کند و اگر دیلرها بعد از 3 یا 4 بار قادر به برطرف کردن نقص اتومبیل شما نباشند، توصیه می‌شود بلافاصله برای دریافت مشاوره رایگان با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08. وکیل برجسته امور لمن لا، پیام شاهیان. اسپورتس کافه، سالن و کیترینگ اسپورتس کافه بهترین انتخاب برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. اسپورتس کافه واقع در شهر ایرباین، 949-600-0768-08. سلام دوستان عزیز، من شان همایون، جنرال منیجر تویوتا سانتا مونیکا هستم. من با تاکید بر اهمیت خدمات فروش کاستمر سرویس با تیم فارسی زبان خود در قسمت فروش خدمات لازم را در اختیار شما همزبانان قرار می‌دهم. تویوتا کاملا متفاوت، سری به تویوتا سانتا مونیکا بزنید. تویوتا سانتا مونیکا در 801 سانتا مونیکا بولوارد در شهر سانتا مونیکا. تلفن 424-286-2949 424-286-2949 و وبسایت toyotasantamonica.com 424-286-2949. That's 424-286-2949. Tojota Santa Monica. Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles. صبحانه با هما سرشار. خب دوستان، به بخش دوم برنامه خوش آمدید. ساعت دوم صبحانه با هما سرشار رو در خدمتون ادامه میدیم. امروز در ششم ماه جون سال 2015، میخوام برگردم سال 1000 خورده ای، یه دفعه 15-16 سال برگردم، و 16 خرداد ماه 1394. بخش دوم رو تقدیمتون میکنم. یک شات اسپرسو با فریدوز داوودی. آقای فریدبرز داوودیان، صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم رادیو. خسته نباشین. والله بنده دو شب نخوابیدم. الانم شما تاریخو عوضی، یعنی اشتباهاً امر فرمودین، من باید موعظه بشم چجوری حرف بزنم. من یک آن فکر کردم که هنوز در خوابم و الان در قرون وسطا زندگی می‌کنم. می‌بخشید. آخر برنامه تازه میگم، برنامه تازه، ببینید چقدر اشتباه میکنم. برنامه زنده از این چیزام توش داره دیگه. من تو بنده به حالت مرده امروز خدمت رو دیدم، برای اینکه خدا نکنه نخوابیدم، یه فیلم جدید دارم بازی میکنم. آخه کی به شما میگه انقدر فیلم بازی کنی که مجبور بشین شب تا صبح بیدار بمونی؟ من اصلا خودم فیلمم. من در همینجوری که دارم راه میرم تو فیلمم، دارم فیلم میام. برای ایرانی‌ها میگم انقدر فیلم نیا. واسه ما چقدر فیلم میای حالا فیلم. ولی نجدی توی پروژه خیلی جالبی هستم که هر تمام بیشتر فیلم برداری شب هاست و من دیشب که هیچی، دیشب ساعت 5 خوابیدم، خوب بود. شب قبلش ساعت تا 12:30 روز بعد نتونستم بخوابم. الان یه حالت همچین، یعنی اصلا نمیدونم هنوز خواب هستم، یعنی در رویا میبینم صدای شما رو میشنوم، یا این واقعیته؟ نه، این واقعیت. ساعت 9:03 بامداد روز شنبه است و برنامه یک شات اسپرسو با فریدبرز داوودیان داره زنده پخش میشه. که امروز من باید اسپرسو رو با چیز میگن اینترووینسلی، با حالت آیوی به خودم از تمام صبح آویزون کنم، قطعه قطعه بچکه. اگه تالا نخوردی یه سر دیره ها. نه زدم اومدم خدمت. نوش جونتون. خب خدا رو شد که باز در خدمت شما هستم. خب طبیعتا بنده ساعت 5:30 صبح اینطورا داشتم دنبال سوژه امروز میگشتم. خب و دیدم که هیچ سوژه‌ای حقیقتا این روزا جالب‌تر از این جریان سکس چینج بروس جنر نیست. نمیدونم در این مورد در برنامه شما صحبت شده یا نه. هفته پیش اعلام کردیم ولی این هفته هنوز صحبت نکردیم، بنابراین جا رو گذاشتیم شما هر چی دلتون بخواد بگید. شما اعلام فرمودید بزرگ، خدا رو شکر که اعلام کردید، اگر مردم نمیدونست. نه هیچ اصلا ندید، هیچ نشریه و رسانه دیگری اینو پوشش نداده. ولی هفته پیش خب اولین روزی بود که ونیتی فر در اومده بود، خبر تازه بود. حالا
آنچه که از اون به بعد داریم میشنویم دیگه از حالت خبری بیرون، بیشتر به حالت تحلیل، تجزیه تحلیل. بعضی موقع هم خب حالا ببینیم شما میخواید چی بگی بهش. اولا که جالبه این موضوع برای من، دوما که این تازه یه مسئله جدیدی نیست، در طول تاریخ خیلی ها این کار رو کردن، خیلی ها ترانسجندر بودن، بعضیشون خیلی معروف شدن، خیلی از مدل های معروف حتی من دیدم دخترای بسیار خوشگلی که در مایو عکساشون تو مجلات چاپ شده که ترانسجندر بودن. بله بله. ولی خب وقتی آدم مثل بروس جنر این کارو میکنه، این یک آزادی جدیدی میده به یه عده افرادی که شاید سالها تحت فشار بودن و این موضوع براشون یک سیکرت دردآوری بوده. درست میگم؟ درست. یعنی به توده مردم امریکا اجازه میده که این آزادی رو به خودشون بدن و از اون خفقانی که سالها در زندگی کردن رها بشن. و خب این واقعا یه چیز مثبتیه، حالا ممکنه بعضی بگن یه چیز منفیه. نه، مردم امریکای تنها هم نه، مردم جهان، چون خبر جهانی شده در واقع. کاملا خیلی جالبه. خب برای اینکه این یه امر طبیعی است دیگه، و خب یک عده آدم‌های خیلی چی بگم کانسرواتیو از نظر فکری ممکنه که خیلی با این مسئله ایراد داشته باشن و مثلا بگن که خدا اینجوری نمیخواست. حتی در مورد ازدواج گی و لزبیان ها هم خب خیلی ها مثلا میگن که این ازدواج باید بین دو یک مرد و یک زن باشه. خب کی گفته باید بین یک مرد و یک زن باشه؟ این انتخاب شخصیه. اینا که نیومدن چاقو بکشن ملت رو توی شاپینگ سنتر بکشن، خب یه کسی اینجوری دوست داره زندگی کنه، یه کسی میزید. در یک جهانی که انقدر ما اشکالات اجتماعی سیاسی داریم دیگه، یه آدمی که در صلح و صفا دوست داره مثلا موهاش رو اینجوری درست کنه یا اسمش رو از روس بکنه به کیتلین، حالا به شما چه، به من چه؟ و اگر که فکر میکنید که خدا یک جور دیگه میخواسته و خدا اینطوری اینها رو دیده، خب همون خدا بوده که در این شخص این احتیاج رو به وجود آورده که از مرد به زن تبدیل بشه. خب اینم کار خداست دیگه، حتی اگر شما طرفدار این طرز فکر هستین که خداوند یک نقشه‌ای داشته و همه چیز رو اینجا با یه پلن قبلی بوده، پس خدا خواسته، خدا این اشتیاق رو در ذهن من هیچ آدمی که مذهبی نباشه و خیلی با کار اینقدر اسم خدا رو بیاره تا حالا ندیدم شما. بلکه من به همه افراد جهان احترام میگذارم و خب بالاخره اومدیم، حالا کسی چه خواست در جایی وقت دیدید یه دفعه دیدی یهو بود، یه دفعه دیدید که خدا هم اومد و یه شو تلویزیونی هم ساختم با شرکت خداوند و ما بودیم ما این همه سال شد. فری برستان گمان میکنم با وجود اینقدر ادعا میکنی که سکولاری از مذهبی نیست و اینه، یه گوشه دلت مثل که میترسه میلرزه یه جایش ها؟ نه به خدا، من هیچ ترسی ندارم. میدونین چرا من ترسی ندارم؟ برای اینکه من انسان سعی میکنم که مثبت و خوب و مهربانی باشم. خب حالا اگرم یه روزی به قول شما خداوند با یه هلیکوپتر اومد نشست وسط لس آنجلس، گفت حالا من اومدم باز لحظه ترکیه، گفت ایلدم من خدا هستم بالا جان من آمدم، بازم ممکنه بگه فریبوز بیا تو چه بچه خوبی، من از اون بالا داشتم نگاه میکنم، من پروندم و سعی بکنم پاک نگردم چه خدا باشه چه نباشه، نه از ترس. آها نه بالاخره یه جایی اینجا داری حالت بیزنسمنا رو داری، داری یه جوری معامله میکنی خدا رو. خلاصه خب دیگه آدم باید بهش میگن ریسک فاکتور، ما باید چیز باشیم، ریسک منیجمنت، باید مواظب باشیم، یه احتمالی داره دیگه. ولی خب حقیقتا شما موافقین با من در این مسئله، یعنی اینا انتخابات شخصی دیگه، هر کسی میخواد هر جوری زندگی بکنه. اون که انتخابات شخصی بالاخره به ما همش دارن میگن که در جز اولین شرایط حقوق بشر در بیانیه جهانی حقوق بشر اینه که هر کی دلش میخواد لباس بپوشه، هر جور دلش میخواد صحبت بکنه، تا جایی که به آزادی دیگران لطمه نزنه و بعد زندگی خصوصی خودش رو هر کار میخواد بکنه. ولی برای بسیاری از انسان‌ها که در پایگاه‌های مختلفی هستن و افراد عادی نیستن، به عنوان حالا هنرمند، به عنوان سیاستمدار، به عنوان دانشمند، به عنوان کسانی که شناخته شده است نامشون در جهان، یه مسئولیتی هم رو دوششون هست برای مواقعی این چنین که بتونن از مسائل و مشکلاتی که براشون اتفاق میفته سخن بگن، حرف بزنن و این صحبت و این پیامی که میفرستن گسترده تر از اونی که یک فرد عادی بکنه خواهد شد و بعد نتیجه‌ای که از اون صحبتشون، از اون بیرون اومدن از توی اون قفس پیدا میکنن و دستاوردی که میده، این اثرات خیلی زیادی داره. به خاطر همین توجه بسیاری رو بروس جنر جلب کرده که الان کیتلین شده و
خودش در مصاحبه که داشت، خب خود شما و بسیارانی حتما این مصاحبه رو تماشا کردن با خانم دین سویر، میگفت که چقدر جنگیده جنگیده شد رفتنش به المپیک برای اینکه یک ورزشکار بشه و بعد پیوستنش به کلیسا برای اینکه بره توبه بکنه و با این آنچه که در نهادش بوده و این تمایلی که در وجودش بوده و یا این تفاوتی که این داشته با افراد عادی، خودش خیلی جنگیده، 60 سال جنگیده تا بالاخره دیده نه باید یه کار دیگه بکنه. با این نگاه من جوابم به سوال شما این نگاهی که برای این افراد به دلیل همین که گفتم شهرتشون و این که شناخته شده هستند در دنیا، نوع کاری که میکنن اثراتش خوب خیلی بیشتره. دقیقا در همین راستا جالبه که یه مقاله میخوندم در مورد یک کودکی که در سنین مثل این که 7-8 ساله الان و این از 3-4 سالگی داشته نشون میداده این حالت رو که در بدن خودش شاد نیست و از جنسیت خودش راضی نیست و اینو 2-3 بار امتحان میکنن، جور مختلفی لباس میپوشه و مدل موهاش رو هی میگه میخوام بلند کنم، من دوست ندارم اینجوری باشه، میخوام اونجوری. حالا خیلی جالبه که یادم نیست که پسری بود که میخواست دختر باشه یا دختری بود که میخواست پسر باشه، خیلی وقت پیش اینو خوندم. پدر مادر این بالاخره اینو در سن 7-8 سالگی شروع کردن پشتیبانی کردن و رسما به این کمک کردن که هویت جنسیشو عوض بکنه در سن خیلی کم و با پدر مادر این مصاحبه میشد و میگفتن که ما دیدیم که این یک امر طبیعیه که مثلا نمیتونیم جلوشو بگیریم، از کودکی این مشخص بود داریم و الان این بچه کاملا رویش عوض شده و شاد شده، اسمش هم عوض کردیم و با اون هویت میره مدرسه. یعنی اینا هم یه چیزای ذاتیه که از سنین کم در روان این آدم ها اینطوری شکل بسته و من همونطور که گفتم به نظر من اینا انتخابات شخصی تا حدی که به قول شما به کسی ضرر نزدن، ولی خب درد سرهای خودش رو هم داره. میدونین مثلا خب دیگه مثلا الان این رابطه زناشویی اینا، اینم بگم که در ایران چقدر همه میدونیم حتما که چقدر این هم رایجه، چون اینا خیلی با گی اند لزبیان مخالف هستن در جمهوری اسلامی. بله. خیلی زود اینها رو کمک میکنن که عمل جراحی بکنن حتی اگر این عمل به نفع پیشنت نباشه و اسمشون هم عوض میکنن، براشون شناسنامه جدیدم بهشون میدن. ایشون هم آقای بروژنر اگه میخواد عمل بکنه تا آخر خط بره باید بره ایران عمل بکنه، کمک دولتی هم بهشون میدن برای اینکه بله. خب یه هم میدن. بله یه مستندم خانم اسحاقیان درست کردن. بله از اسحاقیان از این افرادی که برخلاف میلشون این کار رو براشون انجام دادن. بله. برای اینکه نوع این تفاوت هایی که بین افراد هست و تمایلاتی که دارن فرق میکنه و در ایران بدون توجه به این خواسته ها و به این تمایلات وادارشون میکنن که تغییر جنسیت بدن و اینها افرادی میشن که سردرگم و مثلا مثل جلاد اینها رو عمل میکنن تا آخر خط میبرن از نظر فیزیکی و بعدا اینها دچار دیپرشن های شدید و اشکالات اجتماعی میشن. چقدر امروز خندیدیم از دست شما، خیلی ممنون. حالا میخندیم نه دیگه تموم شد وقتمون دیگه. نخیر فقط میخواستم بگم که اینا حالا هی دعواشون میشه زن و شوهر بروس و شوهرش. آها. مثلا خانم اومده گفته که چرا با تیغ من موهای پاتو تراشیدی، من تیغم کند شده، یا چرا کفشای منو پوشیدی رفتی مهمونی دیشب، من کفشام گشاد شده. آخه مثلا بروس جنر الان یه خانم خوشگلیه که ممکنه سایز پاش مثلا 12 باشه، این مشکل به وجود آورده. و در آخرین دعواشون هم که شده بروس خیلی بهش برخورده، برای اینکه گفته ما همیشه قدیما وقتی دعوام میشد خانم من میگفت از این خونه برو بیرون، چمدوناتو ببند، برو دیگه نمیخوام ریختاتو ببینم. آخرین بار که دعوامون شد گفت از این خونه برو بیرون، چمدوناتو ببند، برو من دیگه نمیخوام ریختاتو. چمدون و ممدون هر دو تاشو. بالاخره ممنونم که یه لبخند به لب ما آوردی، چون دیگه داشتم یواش یواش اشکم در میومد. خدا نکنه. روزتون خوش. خداحافظ. خداحافظ. پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656. سلام دوستان عزیز، من شان همایون جنرال منیجر تویوتا سنامانیکا هستم. من با تاکید بر اهمیت خدمات فروش کاستمر سرویس با تیم فارسی زبان خود در قسمت فروش خدمات لازم را در اختیار شما همزبانان قرار می دهم.
تویوتا سانتا مونیکا در شهر زیبای سانتا مونیکا در سانتا مونیکا بولوارد پذیرای شما عزیزان است. تویوتا سانتا مونیکا یکی از قدیمی ترین نمایندگان فروش تویوتا در لس آنجلس و یکی از بهترین فروشندگان هایبرید در سراسر آمریکا از شما دعوت می کند برای تجربه کاملا متفاوت سری به تویوتا سانتا مونیکا بزنید. تویوتا سانتا مونیکا در 801 سانتا مونیکا بولوارد در شهر سانتا مونیکا. تلفن 424-286-2949 424-286-2949 و وبسایت toyotasantamonica.com 424-286-2949 That's 424-286-2949 Toyota Santa Monica. همین یک شنبه از ساعت 12 تا 12:30 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان بعد از تصادفات اتومبیل و کاهش وزن با شما گفتگو خواهند کرد. همین یک شنبه از ساعت 12 تا 12:30 بعد از ظهر با دکتر مهناز عظیم. جرمکس. برای داشتن یک آشپزخانه رویایی با کابینت های مدرن و کلاسیک و تلفیق هنر، چوب و شیشه، جرمکس در کنار شماست. کمپانی جرمکس با مدیریت جهانگیر درکه با خدماتی چون کاستم کابینت، باتروم ونیتی، بار، لایبرری، تیاتر روم، پنلینگ و فینیش کارپنتری با مرغوب ترین شکل ممکن در خدمت شماست. جرمکس با همکاری محمود افهمی هنرمند و نگارگر شیشه خدماتی چون سند بلاست، طراحی و کندکاری بر روی انواع شیشه، آینه و شاور دور را با زیباترین طرح‌ها ارائه می‌دهد. برای دیدن کیفیت خیره کننده خدمات جرمکس و دنیایی از هنر و زیبایی به وبسایت www.germax.com مراجعه و یا با تلفن 818-885-8824 تماس بگیرید. عضو 08 ایرانیان. جرمکس، خالق رؤیاهای شما. انصار گالری، بزرگترین سوپرمارکت اینترنشنال در امریکای شمالی، واقع در شهر تاستین، قیمت‌های این هفته خود را اعلام می‌نماید. گردو هر پوند 5.99، برنج رویال 10 پوندی 8.99، برنج رادیکال 10 پوندی 9.99، سیب قرمز 4 پوند 99 سنت، گیلاس هر پوند 1.49، نان بربری 1.49، کالباس الماس حلال پوندی 5.99، روغن هسته انگور 2 لیتری 3.99، روغن زیتون صدف 1 لیتری 5.99، ماست 2 پوندی گاپی 1.99، ماهی هر پوند 3.99، ماهیچه حلال هر پوند 2.99، موز 3 پوند 99 سنت، زردالو هر پوند 99 هره شوید نعنا و ریحان 3 دسته 99 سنت. چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 3، 4 و 5 جون هندوانه 10 پوند 99 سنت. شنبه و یک شنبه 6 و 7 جون گوجه 3 پوند 99 سنت. انصار گالری در 2505 ال کامینو ریال در شهر تاستین. تلفن 949-220-0000. You're listening to Radio Iran. It's a revolution. Radio Iran. K-I-R-L. Radio Iran. Radio Iran. بهانه ها با دکتر صدرالدین الهی. آقای دکتر صدرالدین الهی در شمال کالیفرنیا، صبح شما بخیر. روم سرشار گرامی در جنوب کالیفرنیا، صبح روز گرم 16 خرداد شما بخیر. در شهر شما گرمتونی. هوا گرمه؟ آه برشت تو که نه ما هوامون خوبه اینجا 90-91 نه بابا عجب عجب دا. بله بله روز 16 خرداد معنیش اینه که دیروز 15 خرداد بوده. بله مهمتر از همه این که صحبت کردیم که این ماه خرداد خیلی حرف داریم بزنیم. بله 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 من هفته پیش مناسبت تولد نادرپور در حقیقت این روزه من ولی راجب نادرپور هفته پیش صحبت کردم و علتش هم این بود که میخواستم حتما راجع به این 15 خرداد یه صحبت کوتاه بسیار کوتاهی داشته باشم درباره اتفاق خیلی بزرگی که برای تاریخ معاصر ما رخ داد. دقیقاً روی یکی از روزهایی که هیچ کس فراموش نمی‌کنه. بله. خب و علتش این که حالا من خودم شخصاً یه خاطره خیلی جالب از این روز دارم این است که در اون زمان در اون تاریخ من با یه خانومی به نام خانم ترزا باتستی که در اطلاعات روزنامه اطلاعات کار می‌کرد و مترجم پاورقی‌های من به فرانسه بود در ارتباط بودم و در اون تاریخ از من خواستن که شعر معاصر فارسی یعنی شعر نو رو بله بله جوری ما ترجمه کنیم و معرفی کنیم که برای اولین بار در مجله اوریان چاپ پاریس چاپ بشه. خب. این مجله اوریان خیلی مجله معتبری بود. اوریان به معنی شرق. شرق بله. بله. و عرضم حضورتون که
در نتیجه من با خانم مشغول کار این کار بودم، چون قرار بود دو گل در ماه مهر بیاد به ایران و این مجله منتشر شده باشه. خب بله. حالا چند روز پیش از این کم و بیش ترسیده‌هایی بود که آقایون علما در قم شروع کردن، تظاهرات کردن اینها، ولی جدی کسی نمی‌گرفت این مسئله رو، علل خصوص که یه اتفاق شیشه بهمنی از سرمون گذشته بود، رفراندوم به اصطلاح اصول ششگانه یا شاه و ملت هر چیز شده بود، انقلاب سفید، انقلاب سفید رفراندوم گذاشته شده بود برای اولین بار، از اصولا کلمه رفراندوم اومده بود تو تاریخ سیاسی ما، برای اولین بار روحانیون به حضور زنها به عنوان رأی دهنده، نه به عنوان شرکت کننده، رأی دهنده اعتراض کرده بودند و ریشه این قضیه در همین یعنی 15 خرداد در همین اعتراض روحانیون به صلاح لغو چیز ارباب رعیتی و حضور زنها در انتخابات با حق رأی. درست. مراجعه کنید چقدر روحانیون پیشرفته بودن در اون. به حال این، ولی در این جریانات یه چیز دیگه هم بود خانم سرشار، اونی بود که صحبت از یه آقایی میشد که بهش میگفتن آقا اسد روح الله، روز آیت الله اینایی نبود، ولی میگفتن خیلی مرد شر و شوریه و تمام این جریانات که میگذرونه. خب همه اینا رو داشته باشید، شیش و بهمن رو گذروندیم، اومدیم در خرداد ماهیم، روز 15 خرداد ناگهان من مشغول کارم بودم تو خیابون نزدیک دانشگاه، من یه صدای تیر و تفنگ شنیدم، کارمون رو تعطیل کردیم، آدم میان خونه من تو خیابون جاله بود. بله. نه خیابون، خیابونا شلوغه، یعنی مردم بعد غیر عادیه و صدای تیراندازی شدید میاد. حالا داستان از این قرار بود که صبح اون روز، یعنی صبح اون روز نیروهای انتظامی در قم ریخته بودن به خونه آیت الله خمینی، که اون زمان آقای خمینی یا نمیدونم حجت الاسلام نمیدونم چی بود، که این آدم رو دستگیر کنن. ایشون در خونه نبود و چون در خونه نبود گشتن بهش خبر دادن، رفت تو خونه پسرش، خودش خیلی ساده اومد و خودشو معرفی کرد، گرفتن خمینی و اون سر و صدایی که بر اثر انقلاب رخ داده بود باعث شد که مردم به خیاب مردم در قم ریختن، اصلا تمام حرم و اشغال کردن، از این طرف نظامی ها شروع کردن به تیراندازی و یه جور عجیب غریب بود خانم، برای اولین بار بود از داستان 52 سال پیش، 52 سال بله دقیقا، یه جوری بود که ما در اون آرامشی که در بعد از جشن مرداد دیگه آشوش پیدا شده بود دو مرتبه گرفتار همون سرصداها شدیم. و این مسئله که یه آدمی آمده است و این کار رو داره راه میبره اون زمان مطرح شد و من شخصا معتقدم، نمیدونم شما موافقید یا نه، من شخصا معتقدم این 15 خرداد اهمیتش به مراتب از اون 22 بهمن که روز انقلابی بیشتر بود. خب در حقیقت پایه هاش گذاشته شد. اصلا این حکایت به وجود آمد. بله. توجه داشته باشید که باز در این موقع شاه روابطش با ناصر خیلی تیره بود و اینها از ناصر و جمهوری عربی مصر حمایت میکردن، از اسلام رو در دست ناصر میدیدن و این اصطلاح ارتجاع سیاه رو اگه خاطرتون باشه شاه در همون سالها مصرف کرد و این جماعت در هر حال تا غروب شهر به هم خورده بود. اما اجازه بدیم تا وقت داریم من یه خاطره، یعنی خاطره یه نقل قولی از دو تا آدم معتبر درباره اون روز بشنوم. در اون روز خیلی ها کشته شدن، عده‌ای هم به رهبری یه آدم خیلی سرشناس که معروف بود طرفدار سلطنته به مخالفت با سلطنت آمدن به خیابون، این آدم آقای طیب حاج رضایی بود. بله. این طیب حاج رضایی در زمان 28 مرداد به طرفداری از سلطنت و شاه و حکومت و مخالفت با مصدق اومده بود و چندان محبوب نبود، اما این دفعه اومد به مناسبت اینکه چرا دارین به دین و اسلام و آقایون و اینا تحریم میکنین سر دسته اینا شد. از طرف دیگه از قوم گفته بودن به دسته ای که بیاین کفن بپوشین بیاین به تهران و با این در این مبارزه شرکت کنین. یه دسته که کفن پوشم از قوم و شهرستان راهی تهران شد. ساعت 3-4 بعد از اون که من خونه بودم و سر جرأت میکردم گاهی بیام بیرون، اصلا واقعا شهر در چیز بود.
حالا اتفاقی که برای من خبری که میخوام برای بگم، یعنی چیزی که برای نقل کنم، از دو تا آدم معتبر بشنیدم. گفتن که در اون روز معلوم بود که اتفاقی خواهد افتاد. آقای علم نخست وزیر بود. بله بله. آقای علم خودش برای چند نفری که بر مورد اعتماد من هستن نقل کرده که گفت من رفتم صبح خدمت اعلی حضرت، گفتم قربان اجازه بدید یه امروز رو من نخست وزیر واقعی باشم. از اون حالت به اصطلاح چاکر رو کرد بیام بیرون و البته فقط تو تا خودشون تشریف داشته باشن، کاری به کاری نداشته باشن. خیلی مهم میخواد. بله خیلی. آقای علم گفت که آقای نصیری رئیس شهربانی بود سپه بود، صداش کردم بهش گفتم که این توپ و تانک و تفنگ و مسلسلی که خریدیم اسب و بازی نیستش، مثلا یه چنین روزیه، برید تو خیابون و ترتیب این کار رو بدید. و سپه بود نصیری شد فرماندار نظامی و آمدن این کار. آقای علم گفت که این کار رو او با اراده شخصی و بدون نظر اعلی حضرت انجام داده، یعنی وایساده جلوی این کار که این کار رو تموم کنه. خب بله، به نام خودشون هم به صف رسید دیگه، به نام خود علم. بله. و این خیلی مهم بود و این مسئله این بود که برای اولین بار ما مواجه شدیم با یک نیروی اسلامی که از این طرف و یه نیروی مترقی بدون پای و پر و پایه قرص از اون طرف روبرو شدیم. و این اتفاق 15 خرداد که به اصلش علتش دستگیری ساعت 3 بعد از شب روز 15 خرداد در قم آقای خمینی بود، آقای خمینی هم در قم خودشو معرفی کرد، گرفتنش، آوردنش تهران و در مدت هم در تهران بود و بعد فرستادنش به ترکیه. بقیه قضایا رو همه میدونن. بله بله. روز این 15 خرداد خانم نمیدونم شما اونجا اون روز کجا بودی چیکار میکردی؟ منم در شهر تهران بودم، فکر میکنم که الان که دارم حساب میکنم 17 سالم بود. قضایی رو از این بابت شنیدم که پدر من در تهران کار نمیکرد، رشت کار میکرد و اومده بود به دیدار خانواده، چون یک خواهر تازه به دنیا اومده به خانواده ما اضافه شده بود و میخواست برگرده بره. بعد از یکی دو ساعت دیدیم پدر برگشت، گفتیم چرا نرفتی؟ بعد میرفت جلوی پپسیکولا، یادتون باشه اونجا ماشینه شخصی میبردن ملت رو به شمال، گفت اصلا نمیشه رفت خیابون، نمیدونم چه خبره، شلوغ و توپ و تانک و این چیزا تو خیابون ها هست و من ترسیدم برگشتم. و بعدش ما متوجه فهمیدیم، یعنی بر اخبار اینایی که پخش شد ماجرا رو اینجوری فهمیدیم و من به عنوان شاهدی که یادم اون روز رو به این چنینی یادم، یعنی در ارتباط با این مسئله خصوصی خودمون و اینکه پدر اومد گفتش که نمیتونم بره خیابونا بسته است و ما نمیتونیم بریم و یه اتفاقی داره میفته، توپ و تانک و این چیزا تو خیابونه. بله. و این یادتون باشه که شب دیگه حکومت نظامی بود، سپاه نصیری شده بود فرماندار نظامی و کار به دستش بود. در همین زمان جالبه که سرلشکر پاکشوان که رئیس سازمان امنیت بود یه صحبتی کرد که باز من اون رو یادم، خوب گفتش که آقا توجه داشته باشید این کارا رو فقط آخوندا کردن، جبهه ملی در این کار دخالتی نداره. البته دو هفته بعد رهبرای جبهه ملی رو گرفتن. ولی اون چیزی که برای من جالب بود این بود، این گفته علمه که برگشتش به اینا گفت آقا این تو اسلحه رو واسه اسباب بازی نیست، واسه امروزه. بله. در جریان انقلاب اسلامی هم بسیارانی که این با این بخش این روحیه و طرز عمل علم آشنا بودند همش میگفتن، یه رزیدی من اینم من شنیدم که اگه علم زنده بود این اتفاق نمیافتاد. همون کاری که پانس بله. یعنی لااقل نوع علم آدمی. بله بله بله. و خب بنابراین من امروز خواستم این مطلب رو به یادآوری کنم که 52 سال از اون زمان گذشته، من دیگه بعد اون زمان وقتی مرد جوانی بودم و کار روزنامه و این ور اون ور، و امروز وقتی نگاه میکنم میبینم که مهمترین اتفاق تاریخی ما به دلیل جمهوری اسلامی در این روز اتفاق افتاد، نه در روز 22 بهمنی که اعلام جمهوری اسلامی شد. نه دیگه، این جمهوری اسلامی در اون روز به وجود آمده بود. بله. یک دنیا از شما سپاسگزارم. بله. دکتر الهی، هفته دیگه باز هم از یکی از مسائل خرداد صحبت می‌کنیم. بله، تا ماه خرداد تموش هم چنان در پیچ و خم ماه خرداد میمونیم در خدمت شما. در خدمتتونم. خواهش می‌کنم. روزتون بخیر. چهارشنبه شب این هفته در کابری تهران، کریاکینا با شهبال شب‌پره دی‌جی آربی.
همین هفته در کاباره تهران با 100 تا خواننده برگزیده همگان، اونایی که خاکیان عاشق دل، نوشافرین چهره پرتحرک موسیقی روز. تلفن های اطلاعات و رزرو 818-985-5800 و 905-77-74. ایرواین فارمسی افتتاح شد. اولین داروخانه با دو شعبه در اورنج کانتی جنب سوپر ایرواین با تلفن 949-651-1111. همکنون به قید قرعه برای نخستین بار جایزه‌ای به مبلغ $500 از محصولات اپل را به شما تقدیم می‌کند. ما اکثر بیمه‌ها را می‌پذیریم و تخفیف ویژه برای آنانی که بیمه ندارند یا سالمندند قائلیم. تزریق واکسن، ارائه دستگاه قند خون و فشار خون و انواع وسایل مورد نیاز بیماران را در محل داروخانه آماده تحویل داریم. چنانچه مایل باشید داروها با برچسب فارسی تقدیمتان می شود و حتی با فکس از سوی پزشک معالج خود دارو را از ما تحویل بگیرید یا ما به طور رایگان برایتان دلیوری می کنیم. Best Choice Pharmacy و Irvine Pharmacy با شماره تلفن 949-651-1111 یا 949-651 همش یک، واقع در اورنج کانتی. خانم فریبا پاکفر از طرف کمپانی مورگیج هاوس همین سه‌شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در مورد انواع وام‌های تجاری و مسکونی با شما گفتگو خواهند داشت. فریبا پاکفر 818-212-2025. جامعه ایرانی‌های لس‌آنجلس و اورنج کانتی با بیش از 5000 عضو روز یکشنبه 21 جون از ساعت 3 بعد از ظهر برنامه پیکنیک روز پدر را در میسن پارک شهر ایرواین برگزار می‌کند. پیکنیکی شاد، رایگان با حضور دیجی و برنامه‌های متنوع. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 855-3080 تماس حاصل نمایید. 855-3080. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس. برگزیده هفته، پرسن اف دی ویک. دوستان و یاران عزیز، باعث بسیار خوشحالی و افتخار من هست که در این بخش از برنامه میزبان دوست بسیار عزیز و هنرمند گرامی هستم که نامش برای همه شما نامیست بسیار آشنا، خانم شهره آقداشلو. و مناسبت دعوت ایشون که همیشه با مهر فراوان دعوت من قبول میکنند این هست که چند هفته پیش در شهر نیویورک در جزیره معروف الیس آیلند به خانم شهره آقداشلو و 7 تن دیگر از ایرانیان بالنده ایرانی مدال افتخار مهاجر برجسته رو دادند و در اون مراسم که مراسم بسیار به یاد ماندنی هست از شهره آقداشلو به عنوان یکی از این برگزیدگان هم دعوت شد که سخنانی با جمعیتی که متجاوز از 2000 نفر بودن اونجا ایراد بکنه و من خواهش کردم از شهره نازنین که مهمان ما باشه و در مورد اون روز و در مورد این مدال که به او دادن با ما صحبت بکنه. خانم آقداشلو صبح شما بخیر. صبح شما بخیر خانم سرشار، حال شما چطوره؟ من حالم خوبه، حال شما چطوره؟ شاد باشه فراوان، باعث افتخار و سربلندی همه جامعه ایرانی هستین که هم در کنار 7 ایرانی برجسته دیگر این مدال رو به شما دادن و همینی که شما رو برگزیدن که جزو چند انگوش شمار سخنرانانی باشید که اون روز صحبت کردید و برای جمع حاضران اونجا سخن گفتید. از ما از اون روز بگید، از اون روز بگید. اولا از امروز خدمتون میگم که این آفتاب زیبایی امروز به محض این که چشمم بهش افتاد یاد این ترانه خانم لیلا فروهر افتادم، در این صبح دلانگیز بهاری. واقعا زیباست. اون روزم به همین زیبایی بود، شاید به دلایلی زیباتر و اون هم به خاطر افتخاراتی بود که تمام ایرانیان که در اونجا بودن، کسانی که مدال رو دریافت میکردن و مدالیست های سابق. روز بسیار دوما قبلش به من به قول امریکایی ها وارنینگ رو دادین، زنگ خطر رو به صدا در آوردین. همه جون گفتین که آدم چقدر احساساتی میشه وقتی که پاشو روی اون فرش قرمز میذاره وقتی که این مراسم شروع میشه. منم منتظر بودم ولی خیلی بیشتر از اون چه که فکر میکردم احساساتی شده بودم. اصلا این بردن این مهمانان و مدالیست ها از نیویورک
به جزیره الیس با کشتی، همینقدر که آدم با کشتی سفر میکنه و در جزیره‌ای که میلیون ها میلیون ها میلیون ها مهاجر از سراسر دنیا آمدن اینجا، میلیون ها میلیون ها مهاجری که این مملکت رو روی پشتشون ساختن و در یک این جزیره که اینا همه از قرن 18 داشتن به اسپارت میشنن، درست دیر مجسمه آزادی این مدال داده میشه به کسی که قدمی برای جامعه خودش یا برای جامعه بین المللی خودش در آمریکا برداشته. آقای ایتالیایی که بقید لحظه من نشسته بود سمت چپم، یا آقای ایتالیایی بود، از اول هم که ما جمع کردن بهمون یاد بدن چی کار باید بکنیم، کجا بشینیم، که بریم مدالمونو بگیریم، چجوری بچرخیم، چجوری عکس بگیریم، این نمیشه. خیلی حالت پراکنده و چیزی داشت. یه بلند میشد راه میرفت. یه خانم دیگه از انگلستان انگلیسی بود، گفت میبینی این چقدر بیتارته؟ گفتم آره میدونم، سختشه بشینه. این یه ساعت دیگه باید میشست این مدال بگیره. اولا 50 دفعه چرخید و من گفت ایتالیا الان خیلی خوشحاله، فکر میکنی ایران هم بر شما ایرانی خوشحاله؟ گفتم چه فرقی میکنه، معلومه که خوشحاله، ایران هم بر ما الان خیلی خوشحاله. و واقعا متوجه شده بودم که فقط آدم نیستش که حسلش سر میاری میخواد جا بیفته، هیجان همون هیجان که همه ما رو گرفته بود اون هم گرفته بود، فقط اون سختتر میتونست باش را بیشتر برقرار بکنه. ما خیلی زودتر قبولش کردیم، من و اون خانم انگلیس که برقرار دست بود. ولی خب راست میگفتین همه جون، بالاخره گریه کردم، دست خودم هم نمون، بالاخره گریه کردم. بسیار لحظات هیجان انگیزی است و خاطرش هم همیشه با آدم میمونه، به ویژه که رئیس یا چرمن این مؤسسه، این نهاد که سالهاست، الان حدود 20 ساله که تشکیل شده، ولی چندین ساله که یک از هموطنان عزیز ما است، آقای کاظمینی، دکتر کاظمینی، که با شایستگی هم این برنامه رو اجرا میکنه و حضور او باعث شد که خودش به دلیل اینکه بیش از 50 خورده سال هست که در امریکا به سر میبره، متوجه این شد که تعداد ایرانیانی که از اونها قدردانی میشه نسبت به سایر امریکایی هایی که تبار دیگری از کشورهای دیگر دارن زیاد نیست و خودش کوشش و همتش رو گذاشته به اینکه هر سال گروهی تعدادی از ایرانی ها چیزی بین 8 تا 10 نفر رو اگه بشه معرفی بکنن، که هر بار هر تعدادی از این ایرانی ها که میان واقعا باعث افتخار جامعه ایرانی هستن. امسال همراه شما آقای پروفسور احسان یارشاطر بودند، آقای دکتر کامیار علایی، خانم شیرین عطابکی، آقای میر قوام الدین بزرگمیر، خانم مریم خسروانی، خانم انوشه اسکویان و دکتر مصطفی رونقی، که هر کدوم در کار خودشون و در حرفه خودشون بالاخره انسان‌های برجسته‌ای بودن و شایستگی گرفتن این نشان رو داشتن. ولی چطور شد خانم آقداشتو که شما رو انتخاب کردن که صحبت بکنید؟ من اصلا می‌خواستم یه توضیح کوچیک به خصوص در مورد مرحله انتخاب و بعد در بوته آزمایش قرار گرفتن بدم، چون سوال شده بود سرمایه ازم که چجوری این اتفاق میفته. مدالیست های سابق که در کیس من شما و خانم بیتا دریاباری، من از هر دوی شما خیلی ممنونم، با من خاطر ساز هستید هر دوتون و باعث شدید که تا آخر من این خاطر یادم نره و احتمالا کاندیداهای دیگه ای که شما معرفی کردین یا خانم بیتا دریاباری معرفی کردن یا مدالیست های سابق مثل خود شما، بعد از اینکه معرفی میشن این افراد به کمیته مدالیست های الیس آیلند، جزیره آیلند، 24 تا سوال برای هر منتخب میره. این 24 تا سوال سوالای بسیار خصوصی، نه از نقطه نظر زندگی خصوصی آدم، بلکه از خصوصی آدم، چجوری به زندگی نگاه میکنه، چجوری درباره دیگران فکر میکنه، چرا فکر میکنه باید به دیگران کمک کرد، چرا میخواد یه قدمی برده. تمام و این سوال هایی تکرار میشن و انواع مختلف تکرار میشن تا خواننده هاش متوجه بشن که این آدم دقیقا طرز فکرش اینجوریه. اینجا این جواب نداده، بعد 4 تا سوال پایین تر یه جواب متفاوت. هر جواب هم باید بین 30 تا 40 کلمه باشه، یعنی تقریبا میشه 24 صفحه در واقع شما افکار خودتون رو
بازگو میکنید، میل خودتون مبنی یک انسان برای کمک به دیگران در برش میرسید که چرا اصلا مایل هستید این کارو بکنید، چرا اصلا انسان اجتماعی هستید. من بکرد دوستان به شوخی بگفتم اون موقع در سرمایه تورنتو گیر افتاده بودم ماینز منهای 35 توی برف کار میکردم و اینا رو جواب میدادم. یکی از دوستان گفتم خیلی جالبه من برای این لیسانس هم نقدر زحمت کشیدم که برای این 24 سال هر روز خودم البته وقت بده بودن نمی ما برد بودن ولی تقریبا من هر روز از صبح شب به یه سوال فکر میکردم بعد میمادم جواب اون سوال رو میدادم. و همونطوری هم که خود شما گفته بودین بسیار 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 هیجان انگیزه تمام این مراسم برای این که ارتش هست، نوازندگان نیوی هستن، نیروی دریایی هستن، حضور این همه آدم در کنار آدم که به آدم قدرت قلب میدن یا مثلا تبریک میگن یا آمدن که این صحنه رو تماشا بکنن که حالا این آدم اومده به هر دلیلی مدالش رو بگیره، جمع دوستان، جمع ایرانیان. و بعد اون شب همه به من میگفتن که هایلایت برنامه جایی که اگه خودتون میشه همه بله. ایستادن بله. لحظه بود که پروفسور احسان یارشاتان آمدن روی صحنه و ایشونو با چرخ آوردن، آقای که هم باشون بودن، با چرخ آوردن روی صحنه و مردم شروع کردن به دست دادن و ایشون بلند شدن از روی چرخشون، بلند شدن به احترام این جمعیتی که آمده بود برای دیدن آقای یارشاتر و کاندیداهای دیگه. ایشون آقای یارشاتر بلند شدن و یکی از دوستای من که توی همین نشسته بود میگفت شهره همه ما عشق میریختیم برای که این آقا با همه توان هر چه در خودش انرژی داشت رو به توان گرفت تا بتونه روی پاش بیسته و از این مردم تشکر بکنه. و دیگه یکی بعد از دیگری برای همین آخر شب همینطوری اینا مثل یه خواب مثل یه رویا میان تو سر آدم میفرسن. خیلی خیلی تجربه عجیبیه، خیلی تجربه عجیب زیبا و احساساتیه خیلی و ماندگار با شما خواهد ماند برای سالها ماندگار. حالا مدالش رو خیلی دوست دارم چون ما هنرفشا مثل بچه ها میمونیم عاشق کارت سعد آفرینی جایزه بدن مجسمه بدن مدال بدن. حالا مدالش رو خیلی دوست دارم. بعد حسین میگه که همسرم حسین میتوزی میگه که این مدالی میخوایی چیکار کنی؟ میگم هیچی اینو میخوام قایم کنم قدم میدم دست نبه هم سرش دعوا میشه. این کسی میگه مال منه، اون کسی میگه مال من. من اون لحظه رو میخوام میبینم. انشالله که زنده باشین، نوه ها رو ببینید و نتیجه ها، و اونها هم همینطور با این مدال شما به عنوان اسباب بازی بازی کنن و افتخار کنن به مادر بزرگشون، همطور که ما افتخار میکنیم به شهره آقداشلو و تمام در واقع اعتباری که برای جامعه ایرانی میخره با فعالیت هایی که میکنه. اگه اجازه بدین شهره جان باز یکی دو هفته دیگه مزاحم شما بشم چون یه خبر خوش داریم که نمیخوایم الان اعلام بکنیم برای مردم. در دو هفته دیگه باز در گفتگوی دیگه از فعالیت دیگه شما با شنوندگان صبحانه با هما سرشار صحبت خواهیم کرد. با کمال میل من در خدمت شما هستم. شما رول مدل منین. آی لوف یو، آی لوف یو مور. مرسی شهره جان، خدا نگهدار. دخترم کجا داری میری؟ میرم کیو مارکت، تو هم بیا بریم. آره دخترم میام. من محیط و فضای ایرانی کیو مارکت رو خیلی دوست دارم، واقعا آدمو به یاد ایران میندازه. اما فراموش نکن که این ارزان ترین مارکت ایرانی یک حسن داره، اونم تازگی میوه، سبزیجات، گوشت و مرغ و شیرینی های خوشمزه است که من همه رو یک جا از کیو مارکت میخرم. کیو مارکت در شماره 17261 ونوون 818 425 13 45. قابل توجه شرکت‌های کیترینگ و برگزار کنندگان میهمانی‌های بزرگ. از این پس میوه‌های اگزاتیک خود را از رایت چویس پرودوس با قیمت‌های بسیار مناسب خریداری کنید. 818-956-5300. تفکر بهتر، زندگی برتر، راه زندگی. برنامه‌ای از روانشناسان و مشاوران خانواده. دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب. Introducing a new day of the week. Someday,
Now, everything you were going to do someday is on the calendar. Want to retire someday? You'll really want this. A My Social Security account at socialsecurity.gov. You can estimate your future benefits and manage current benefits online. Millions of people have a My Social Security account. Get yours today, because someday is here at socialsecurity.gov. خونه بهروزینا رو دیدی؟ بله. مبارکشون باشه. ولی از کجا پول آوردن؟ از آقای علی تهرانی از آلاید مورگیج. وا، فامیلشون یا دوست صمیمیشونه که یه همچین پولی رو بهشون داده. علی تهرانی متخصص دریافت وامای مسکونیه که 25 سال سابقه و تجربه داره که با یک وام FHA با پیشخست کم 3.5% صاحب خونه‌شون کرده. و ضمناً میدونی که ایشون یک پروگرام دارن که میتونن فقط با یک سال تکس ریتن وام بگیرن. در ضمن اینم میدونی که اگر کسی حدوداً 2000 دلار هر ماه اجاره بده که یک سالش میشه 24,000 دلار و 10 سالش میشه 240,000 دلار، چه پولی تو این 10 سال دور ریخته و هنوزم بعد از 10 سال خونه‌ای به نامش نیست، نه از مزایای مالیاتش استفاده کرده، نه از افزایش قیمت خونه و نه از اصل پولش کم شده. راستش به این فکر نکرده بودم. علی تهرانی، Allied Mortgage، 818-335-3385، 818-335-3385، NMLS 329611, DRE 00893995. 670 AM Los Angeles. هفته‌ای که در پیش داره. خب دوستان، در فرصتی که باقی مانده ببینیم که در هفته‌ای که در پیش داریم چه برنامه‌هایی برای شما میتونه جالب باشه، برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر ما برگزار میشه. نخست فردا هفتم ماه جون، یک شنبه، ساعت 4 بعد از ظهر در دادهال اتاق شماره 121 یک جلسه نشست 4 نفری یا یک پنل دیسکشن هست با حضور حسین بنایی، رضا باوفا، کاظم علمداری و فریده فرهی که از ساعت 4 بعد از ظهر شروع میشه، تحت عنوان تغییر و تداوم در روابط خارجی ایران، اقتصاد، سیاست و فرهنگ سیاسی در دوره روحانی. و این به صورت گفتگو و سوال جواب برگزار خواهد شد. از برنامه هاییست که با حمایت مرکز جهانگیر و الانور آموزگار و همینطور مرکز سخنرانی های دو زبانه دانشگاه UCLA و بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه برگزار خواهد شد با همت خانم دکتر نیره توحیدی. یک شنبه هفتم جون فردا مجدد یک برنامه دیگری در نقطه دیگری از شهر هست، ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر نشستی با خانم پری زنگن، هنرمند نامدار که همه شما با نامشون و کار صدای زیباشون آشنا هستید. ایشون که نوارهای متعددی از موسیقی های فولکلور ایران و همینطور موسیقی اپرات و اپرا اجرا کردن با صدای زیباشون، همچنین دستی به نوشتن دارند و فردا از ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر برای روگشایی کتاب جدیدشان 7 قصه از پری قصه ها در شرکت کتاب واقع در وست وود خواهند بود و پذیرای دوستانی که علاقمند هستند که کتابشون رو بگیرن و یا با خودشون از نزدیک سخن بگند. خانم پری زنگنه. برنامه دیگری که در هفته آینده آغاز خواهد شد فستیوال و یا جشنواره لس آنجلس فیلم فستیوال هست که میدونید کم کم داره از اعتبار بسیار زیادی برخوردار میشه و هر ساله بهتر و بزرگتر و مفصلتر از سال قبل این برنامه اجرا خواهد شد. امسال هم یک فیلم از ایران تحت عنوان قلب اتمی نشان داده خواهد شد در این جشنواره که کارگردانش علی احمدزاده است و روز 13 ماه جون این فیلم نشان داده خواهد شد. روز 14 جون گروه فرهنگی صرف ساعت 5 بعد از ظهر در دادهال دانشگاه UCLA شب داستانخوانی شهریار مندنی‌پور رو دارند که از دوستان هم دعوت کردم برای دیداریشون برن. شنیدم که احتمال داره که یک کارگاه نویسندگی هم ایشون بذارن. اگر در این زمین اطلاعاتی پیدا کردم باز در هفته ی آینده برنامه آینده خدمت شما دوستان اطلاع خواهم داد.
با خبر شدیم که کنسرت آواهای کلاسیک ایرانی توسط مهدیه و نصیبه عبداللهی به در زیپر هال دانشگاه USC برگزار خواهد شد شنبه 20 جون و این هم یک برنامه است در از گروه جوانان ایرانی علاقمند و هنرمند که براشون هم آرزوی موفقیت میکنیم. همچنین از موزه لاکما لس آنجلس کانتی میوزیم آف آرت به ما اطلاع دادند که روز 28 ماه جون، یک شنبه 28 ماه جون ساعت 3 بعد از ظهر یک فیلم مستند از پرویز تناولی که نام فیلم هست پرویز تناولی Poetry in Bronze، شاعر برونز ها به نمایش در میاد که این فیلم توسط ترنس ترنر کارگردانی و تهیه شده و در واقع کار این مجسمه ساز بزرگ ایرانی و نقاش و هنرمند فوق العاده گرامی که بخشی از زندگیش رو در کانادا، در ونکوور کانادا و بخش دیگری رو در ایران میگذرونه و یکی از معتبرترین مجسمه سازان ایرانی است و کارهاش در آکشن ها و حراج های بین المللی به قیمت های فوق العاده بالا به فروش میده. تا به حال میگن مجسمه ای گرانتر از مجسمه های پرویز تناولی تهیه نشده. در این حال بسیار هنرمند آگاهی است و خوش صحبت و مطمئنم که این مستندی که از او تهیه کردن یکی از مستندهای دیدنی خواهد بود. ورود برای عموم آزاد خواهد بود در موزه لاکما روز یک شنبه 28 ماه جون در براون اودیتوریوم ساعت 3 بعد از ظهر. به دیدار این هنرمند برید با مستندی که در مورد او ساختند. البته خودش نمیدونم حضور داره یا نه، اونم باز هم در هفته آینده به اطلاعتون میرسون. یه چیز دیگری که نکته دیگری که میخواستم خدمت شما دوستان بگم، اگر که علاقمند باشین که برین دنبالش و پیداش بکنید، مقاله و یا نوشته است که خانم شریل سندبرگ سی اوی فیسبوک نوشته، در همون فیسبوک خودش نوشته و اگر که یادتون باشه این خانم نازنین همسرش دیوید گولدبرگ به ناگهان یک ماه گذشته در سکته قلبی خیلی غیر مترقبه در میگذره و شریل در واقع یک ماه یا 30 روز به سوگواری برای همسرش میپردازه و بعد از پایان این دوره سوگواری یک ماهه نخستین حرفش رو با طرفداران و کسانی که او رو دنبال میکنن در فیسبوک زده. یک نوشته تقریبا 2-3 صفحه‌ای است که به نظر من بسیار نوشته زیبایی است. ازتون دعوت میکنم که چون فرصت این نشد که من حتی بخشهایی از این رو برای شما ترجمه کنم چون بسیار زیباست، که احساسات خودش رو خیلی راحت و باز با طرفداران خودش در فیسبوک و دوستانش گفته و از اینکه این یک ماه رو چگونه گذرونده و ایام سوگواری رو چگونه گذرونده و چطور به زندگی برگشته و میخواد که ادامه بده به خاطر همسرش و به خاطر بچه‌هاش و در لابلای نوشته آنچه که دیگران با او کردند، آنچه که دیگران به او گفتند و آنچه که کوششی که کردند برای که به او قوت قلب بدن که بتونه به زندگی ادامه بده و نهایتاً هم به خواسته همسرش که مطمئنه که چنین خواسته‌ای را از او داره آغاز به کار کرده بعد از 30 روز ایام سوگواری و به کارش برگشته. این رو روی فیسبوک پیدا بکنید، شریل SHERYL فامیلش هم سندبرگ SANDBERG سی اوی فیسبوک خیلی مشهور، حتما روی فیسبوک میتونید پیداش بکنید. خب به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم، اجازه بدید که از شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری بکنم که همیشه با ما هستید، محبت میکنید، در طول برنامه هم برای من تکس و ایمیل میفرستین یا پیام میفرستین و با ما هستین در تمام این ساعت‌های صبح روز شنبه. از مهمانان برنامه سپاسگزاری میکنم، خانم بیتا میلانیان، سرکار خانم پروین معتمدامینی، خانم دکتر ماندانا زندیان، فریبرز داوودیان، آقای دکتر صدرالدین الهی و نهایتاً
شهره آقداشلو هنرمند گرامی و تشکر فراوان از فرشاد بلندیان کارگردان فنی برنامه. بازپخش برنامه رو امشب از ساعت 12 نیمه شب تا 2 بامداد بشنوید و بعدن هم میتونید در سامانه خود من برید و هر موقع که دوست داشتین برنامه رو گوش بدین. شدیر که یکی از دوستان برای ما نوشته فرستاده براتون بخونم در پایان برنامه. میگه همیشه زندگی بر کامتان باد، همای نیک وقتی رامتان باد، غم از کاشانه عشق شما دور، شراب زندگی در جامتان باد. تا هفته آینده خدا نگهدار. آیا می خواهید از شرایط تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا مطلع شوید؟ آیا مایلید شانس پذیرفته شدن در دانشگاه مورد نظرتان را بالا ببرید؟ شاید هم به اطلاعات وام‌ها، بورس‌های دانشگاهی و آخرین تغییرات تست‌های نظیر امکت نیاز دارید. دکتر پروین شهلاپور با برنامه گام به گام با دانش‌پژوهان جوان هر شنبه از ساعت 10 تا 11 صبح پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. شنوندگان عزیز، مژگان رهبر هستم و از شما دعوت می کنم هر یک شنبه از هفتم ماه جون از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به سری دوم از برنامه‌های نقش نفس و روان تقدیمی اداره بهداشت روان لس آنجلس LA Department of Mental Health گوش کنید. رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید. میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم. ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید. برای ماموریت جدید آماده ای؟ بازم ماموریت؟ ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب،
مأموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آناهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید. ولی این کار قدری سخته. برای مرسدس بنز آناهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا مأموریت بعدی، خدا نگهدار. شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آناهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. دوستای خوبم سلام. شما میدونید با یک دلار در روز میتونید زندگی یک کودک در ایران رو عوض کنید؟ بنیاد کودک به شما کمک میکنه تا با پرداخت 30 دلار در ماه به یک کودک در ایران کمک کنید که به مدرسه بره و درس بخونه. 4 ساله که من این کارو کردم. وقتی که نامه اونا میگیرم یا عکسشو میبینم و میفهمم که تو درسش موفق بوده، خیلی خوشحال میشم. شما هم میتونید با بنیاد کودک به شماره 310-453-0809 تماس بگیرید و این کار رو همین امروز انجام بدید. childfoundation.org. Get social with 670 AM KIRN. We'd like to hear from you. Join us on social media. Just go to our website, www.670amkirn.com. At the top of the page, you'll see our social media links for Facebook, Twitter, and YouTube.